Radio Pia Italia, 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 Italia. Pia kade aha, behani mo bilad, bekarde alaki, adami artokar. Mikune bar kone, mundiye eskena, bauro ba ada, Pia kade Italia, na na na. Nahide kote mordakam, khajene ma badesh bedam. Gurbune un adesh bedam. Why nagum ma divunasham? ما بشه هر کی سرما هوا باشه بیدی شما که سرما زیره خیلی هم زیره بلاخره نفهمیدم قضیه دختر شمسی به کجا کشی آقا بچه بسن جنده شده پوشیدم مگه به نگفتی بودم خبرشو به من بدی قشنم شم فیلیون هممه که تو جنگ عرب اسرائیل تو فرگاه تلاوی بعد اقدر تیر خورد با مرتبه تالا خدمتون زنگ زدم یه مرتبه که گفتن دوره هفتگی تاشی فردین یه مرتبه هم گفتن چند نفر خدمتون هستن نخواستم مزاحم شم گفتم که از خصوصی باشه بسیسی به دهن تو اکباری بچه کدو بینم قضیه دختری چی شد حضور مبارکتون عرض کنم که بالاخره تونستن یه دکتر قلابی تور بزنن و بال قضیه رو بکنن بفرمایید کنم انشالله که این دفعه خوب دم کشیده باشه فریب خورده اون دفعه که قهوت مزه آب کله پاچه میداد بفرمایید دستی این برون بر خودش کشیده تازه که آورده بودی که این عکسه بود که تو روزنامه ها میدادن زیرش میمیستن پریف خورده بالاتون بشم آره بله خب بچه رو قابل ترقیه دیگه داشتی قضیه دختره رو میگفتی؟ بله عرض کردم خدمتتون که بالاخره تونستن یه دکتر قلابی دور کنن و دختره بتونن دست بمون چه جوری؟ با خانم خودتون که ماشاءالله معدن هوشین خب، به باباش بگو کلاشو بالاتر بگر و تیرشو بیشتر سپر کنه روش کنی نشنان بفرمی من اتماسیت این دکتره رو میخوام باید همیشه چند تا از این آدم هایی به درد بخور تو دست بار با آدم باشه علی خانی خطابت موسیقا میگم علی خانی مطاقا تشید دارم فرصت نمی کنم فرود هستی پیاری بله، بله دارم فرمونی میکنم
چشم. موقعی دیگه. قربونه. بهش گفتی؟ گفتن افتار نده، فرزانی گفت فرزانی آز بهتر خدمت من؟ بذار تا دلشون میخواد برسونم ببینم اون چی یعنی کدوم خانم دخواهده؟ همون شهین چپر بیگه خانم که بوسیک خونگی داره چند دفعه هم که واسه راست رویز کردن کارهای گمرکی رو خدمت کن رسیدن حالا هم وضعی خانم ماشالله خیر رو براش خب معلومه تا وضع رو برا نباشه که شنکفه خانم ذکاوت نمیشه هرچی گنجل خارجی و آشقالای هنگ‌کنگی براش میارن به اسم آخرین مدای پاریس به خرق خدا قادر میکنه تو خونهش اصلا راه به درس رادار نیست ببینم موشی هنوزم شوهره رو داره؟ بله خانم هم شوهره رو داره هم دیده خروسه رو بله مادر روز هم هست پسره اصلا جلپلات رو جمع کرده اومده خونه اونا رو اتراف کرده بلاخره سفری توی با هم کنار میاد هر کی بخواد هر جا دعوتشون کنه برای شو کارت سه نفری میفرسته برای خودم نهیده این دفعه که اومد اینجا به شروع خانم مفخم گفته پتیاره بعد اینجای کارای گمرکی رو برشد چرا زیرا میرفتی؟ بهش بگو هفته بگو ما رو برداره بیاره 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 نمیگن داره اون بوتیک تراش رو لجن بگیرن چهت خانم بهش میگن من نزم بیدارم این پدر بشکان خانم من برای زمان هم میدم با شما خانم شوری دارم اجه میفهمه این خانم برای شما هم از زمان دیگه کدوم خریه نکنه هم برای خودمون باشه برای خانم میشونم این آکله که برگشتی شما خبر ندارید الان دو سه روز اومده اونم چه اومدنی یه روز اصلا تو پاش تنی اجه بفهمه این من باید صحبت کنم خدمتون هم عرضی کنم دوست سرتش هم بیارم بگو تو باید فدای تو الو ابا سلام گرستیه گرستیه پرپوره خب بله دیگه بله گرفته از این بعد باید با شما اینطوری صحبت کرد ناز تو برم تو خوبی؟ خب از طرف خبر بدین دختر خاله ندیبم که مامانش سیسمونی و جهازش با هم داده ها عکسش به هر کی نشون دادم انگشت به دهن حیرون مونده به چوب بزنم خیلی خوش تیپه اینه هم آرچلو میمونه بلا بگیری الهی من که ندیده الان فرداشم حسیدی نکن بابا به چیز خواهری میگم آره بگو تو بایی فردایی تو پس خبر بدی ها آها خب باشه خیالت راحت باشه 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 چاو بگو تو وای جیگره تو گرسیه گرسیه پرپوره چیه چه خبرت خیلی دوم تکون میدی صحبت مقصیره تیگه آسله داره گیترش راست کرده مرکا خانو مور بالا همین روزا خطتون رو بله برون داریم نگه خلاص شوهر بدیم بالا خانو ننه من از این عروس خانم هم بچه سال تره هم ترگر برگر کرد از کدوم عروس خانم هم از زمان؟ بله خانم ارث و میراث شوهر به این ساخته بیاره جوجه خروس کرده اونم جوجه خروس رسمی نه ها اصلی ماشینی؟ نه ایتالیایی چشممون روشن گیری دماغمون چه اتفاقایی میفته و ما خبر نداریم اینطور که من فهمیدم خانم انور تو سفر اخیرش به ایتالیا یارو به دام انداخت آب دیگه تو ایتالیا هم ماشین پاها و حوزی زیاده ولا کسی دایی سرش گم نشده دنبال این پیر تفتار بو بکشه اتفاقا خانم از اون خیلی حسابیاش هم هست اینطور که معلومه تو ایتالیا کلی بیلش آب برمیدار و پولش از پار بالا هم میده آخه به چه حسابی پسر ناحسابی این زنی که شست شیرین داره یه سور بزنه پره خب دله دیگه خانم کارش نمیشه کرد خارجی جماعت هم که ندید بدیده از عتیقه خوشش میاد عاشق چیزای قدیمی و به قول خودشون اورجیناله حالا جمع در زمانم اورجینال شده خبر نهرین خانم اول زمان دیگه اون اول زمان سابق نیست حالا دیگه به جای راه رفتن والس اشتراس میرفته مردکی ایتالیاییه حتما از این پیرخاطر اوراقه که بوی حلواش میاد اتفاقا یارو هم جوونه هم خوشتیپه هم میلیاردره
خب منم اگه به جای انور زمان بودم رو بوته لاله عباسی میشستم و آواز عباعت ها میخوندم. تو چرا باورت شده گل پسر؟ خارجی جمع از جایی نمیخواه که دورش آب بره. یارو یه چند سبایی دوره برای این چرخیده و یه دستی هم به سر گوشش چشیده و یه وعده سر خرمنی هم بارش کرده. تو چرا باورت میشه؟ به عرایز بنده توجه نفرمیدین خانم. طرف رجمن انور نامزد کرده، خیلی هم سن داشته باشه 40 سالشه. 40 سال؟ رو عقل تو عوض کن. انور خودت کرده. وای خانم من خودم دیدم. یعنی عکسش دیدم. آخه میدونی این انور یکی از عکسش به من داد، شایدم به خاطر این بود که بین اون نشونش بدم. اجازه بدین اجازه بدین. الان میرم میارم ایشا رو ببینیم چه جوری از یه دو شانس میگه دقیقه قرقاول ساخت. ببینم. وای بگو تو. تو باید این دفعه فردای تو رو بفرمه خانم بفرمه این شانس اقبال بعضی ها رو سیاحت کنید. به چشایی در بالا گرفته ببینم خوشی تو مطمئنی که این اصل نام داری ایتالیایی هم بره؟ باید خودش این اکتر ممند خانم معلومه اینا ها ملاحظه کنید پشتش هم طرف به زبون ایتالیایی کلی فرمایشات عاشقانه واسه گرلفرندش انور جون نوشته. اسمش هم اینه ها سالواتوره سالواتوری. نه ایوا چه نه ها اون میزونو خاموشش کن ببینم. غیر ممکن با چه حرفا میزنی خانم؟ بخت و اقبال هر غیر ممکن رو ممکن میکنه. این اصلا به بخت و اقبال ارتباط نداره بچه. غیر ممکنه باورم نمیشه. غیر ممکنه باورم نمیشه. غیر ممکن است غیر ممکن است باور نمیشه. خدا به سر شاهد است باورم نمیشود که شخص شما خانم هویده بلبل عزیز و نغمه رو قطب جون رو زیر پو بگذارید به مجلس عقد عروسی یک جرف دیگری بدارید. ده گوش کن هویده جون، ده گوش کن، ده گوش کن قربان اون ترانه شیرین و چشه دلنشینت برود قطبه. این مجلس عروسی مورد یکی از دوستان شدید در نزدیک مولا یکی از دوستان شدیدن نزدیک شخص بنده. نگاه کن خدا به سر شاهد است اگر با اعضای محترم ارکستر تشریف نیاورید با چرچه دارنشین خود شور قوقو به مجلس نیفکنی دیگر نه شخص بنده نه شما. این چیز است این چیز است این چیز است دفعه کن دیگر خوک خوک دوستی شخص بنده و شما بنکل پوک. بفرما دیگر قبول نمی کنم. قبول نمی کند میگوید دوم عید است بر رکشان داری نمی کنم بیایم. من نازم هم به عروس به داماد من که او به پیشون که نمیشه اشتدا می کنم شما یه با دیگه یک کسی حالا بازم می باید اصرار کن. آخه پدر من جون من شخص منده که شخصیت و مقام خود را سر را پیدا نکردم که از هر کسی خواهش بکنم. به درک به اسفل و صفلین به جهنم در را بازم اصرار میکنم گور پدر و مقام و شخصیت چست بنده از دست شما. گوش کن هیدا جان هدی جان هدی ده گوش کن هدی بیا به خاطر دوستی و رفاقت سابق روی قطب جان رو زمین ننداز. چه؟ میدانم بابا میدانم شما کوچیک شخص ما هستی خواهش دارم. چه؟ چه گفتی؟ نمک پرورده ای؟ خواهش دارم بابا ما که کاری نکردیم وظیفه دوستی و رفاقت بود. حالا بیو به خاطر حقی که به گردنم داریم روی ما رو زمین ننداز. ده گوش کن هایده ده گوش کن خدا به سر شهادت زیاد معطل نمیشوی. ای بابا یک دهن خراباتی و دو عدد مستی که اون هم دردی را دوا نمی کند که این حرفا را ندارد. بالاخره هرچه باشد ما دست شما را گرفتیم و این نون را توی دامان شما گذاشتیم. گوش کن هایده جان ده گوش کن قربانت بروم ده
هویده هویده خدا ده گوش کن دیگر چه؟ باشد باشد نیا باشد نیا ای به خوشکی شانس ای ساتور قلمت کند دست بی نمک ای چیق دست رسمور زبانت را ببرد قاطبه باشد باشد نیا بالاخره گذر فوس به دبا خانه می افتد بالاخره گذر بود برو خانم من خودم اینجا 1001 رقم هنرمند کوتاه بلند و ریز درشت و ریش دور بی ریش دارم منتهای مراتب گفتم تو بی وزنی این دوم عیدی دلم سوخت گفتم سورسات عرصین شما رو جور کنم وگرنه شرط مده اینجا روز و روزگار ندارم از دست هنرمندانی که مرتب زر تلفن میکنن برو خانم برو هر کسی چند روز نوبت اوست یک روز با گریه و زاری و التماس به سراغ قاطبه میایی که این قاطبه دیگر اون قاطبه نیست برو بالا برو خوب شد مرد شور قیافون عروس دامادت را ببرم خوب شد ما را بی حرمت کردی تخته ما را شکستی خوب شد مرد شور اون کراواتت را ببرم که شرف بنده از اون کچه پیجامه دارم ده خوب شد نادره پارا پاشو دیگر پاشو برو بنشین اونجا ده پاشو دیگر پاشو برو بنشین اونجا تا شرف بنده یک فکر بکری برات بکنم بگذار کار دیگر ما را گاه بندازم و تخته خودت از جانم تخته خودت از دیگر از بین کلیه هنرمندان درست انگوش گذاشتی روی هویده برا جانم برا بنشین دیگر نادر اسمو مونس نفر بعد رو بفرست مونس نامونس خدا شکرتون ما را تماشا کن مونس چیه جون شما نخه 70 کس نادرس قرباقه خوشگه چرتو دورم میگویم نفر بعدی رو بفرست ببخشین آقا معذرت میخوام شماره 6 بنده بیا اینجا آقا زودتر آقا برو بقل درش سلام نام تقی شهرت ورزیده شغل حسابدار علت مراجعت به کمپانی خرید اتومبیل چه نوع اتومبیلی؟ از کنم حضورتون که بنده رو حبیب آقای خیاط خدمتتون فرستاده حبیب کار خودمون حبیب جل بله شب جمعه با هم زرفن عرقوری بودی با حبیب خب میفرمودید بله اشاره که بنده یه 7-8 تومنی پول جور کردم مونت چای بیار بابم چایی درست کردم دم نکشیده دم بکشه میارم خدمتتون خب میفهمدین 7-8 تومن پول جور کردیم برای چه منظوری؟ حبیب آقا گفتن که به شما مراجعه بکنم که این کار از شما ساخته است بقیهش هم قسطی بدم پیشونی نویست رو بگذار ببینم نادرت شانست خیلی بلند است هم شانست بلند است هم پول از حالا چطور آقا؟ برای اینکه به گنگاه دیگری مراجعه نکردی وگرنه الان سر مبارکت را تیغ تراش کرده بودن هرچند قابل تیغ تراش هم نیست ولی به هر حال تیغ تراش کرده بودن به جای اتومبیل الان سوار یک بقره اولاق بودی داشتی دور شر میچرخیدی عینه او اصفه حتکاری داشتی دور شر میچرخیدی برای خوده حالا آقا ببینم این ماشینی که من میخوام تو دست بال شما هست یا نیست اتفاقا دست بر قضا از قدرت نمایی خداوند یک بغل ماشین دارم که اصلا به قد و قواره شما ساخته شده انگاری برای خودت پروش کرد اکازیون درجه دو اصلا شاید هم اکازیون درجه یک ماشین نگو آقا انسک بکنه
اینه هو عروسک با آدم صحبت میکند اونم چه؟ آلمانی آخه فلسته با آلمانی میگوید به شما میگوید اشیه به دیش یعنی دوست دارم نادر از مات بفرد مدلش چی آقا؟ شما اومدی ماشین بخری آقا یا مدل بخری؟ اومدم ماشین بخرم. خب بس دیگه خواهش میکنم حرف زیادی و صحبت زیادی نکنم. میخوام ماشینی بهت بدم یادگاری. ماشینی بهت بدم که انگاری همین الان با این دستای عزیز خودت اون رو از روی زرورق در آوردی بیرون. یادگاری خب یادگاری. یادگاری که هر وقت سوارش شدی، کیف خود کردی، دختر خود بلند کردی، قربان دست و پنجه قاط و جان برم. صبح زود به صبح زود ساعت 8:30 صبح دوروبر 8:30 از سر پیچ به پیچی بیای تو بونگو بیای اینجا بنشینی ملچ ملچ کتف قطب جان رو ماچ کنی حالا بابت بیانه ماچ کن بیری ماچ کن بیری ماچ کن بچه بابا خدمت میخوام بهت بکنم بفرمایید ببینم که تو دره یا چهار دره بی تربیت اصلا تو آمدی در بخری یا ماشین بخری؟ بی تربیت تو به درش چه کار داری از کار توشه؟ هیچ پرسیدی چه رنگ است؟ نه پرسیدی چه رنگ است؟ چه رنگی آقا؟ چه رنگی؟ دختر کش سرخوبی دختر کش اونم سرخوبی یشمی متولیک خول خول پشمی آره بعد موتورش چیه؟ موتورش سالمه پاشو آقا پاشو ما ماشین بفروشیسیم برو آقا ما ماشین بفروشیسیم وقت ما رو زایی نکن بفرمایید آقا من چی گفتم وضع موتورش چطورت وضع موتورش تو به موتورش چه کار داری ماشین باید خود به خود مرتب باشد که هست مرتب هست بعد خیلی خوب آقا قبوله قیمتش چنده قیمت؟ بله قیمت ندارد، مو خیلی خوب آقا، قبوله قیمتش چنده؟ قیمت؟ بله قیمت ندارد، مو به جان عزیزت مو قیمت آب خوردن، آب خوردن آخه، مثلا چند قیمته؟ آقا مگر شخص بنده دارم زبان خارجوی صحبت میکنم دارم به لهجه شیرین خودم میگم مفت آقا مفت حراج 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 واقعی ها نه از این حراجوی دوم ایک گوش کن یارو صاحب اتومبیل یک عدد قطعه درشت زغالمی خو اینجاش درآورده برای مخارج بیمارستان خرج جراحی دارد با دست خودش آتش میزند دنبال خودش کلوکسش رو مفت میپوشد البته البت شخص بندم با ایشان یک سابقه خصومت و دشمنی دیرینهی دارم ولی آقای قاسمه من باید بفهمم که این قیمتش چند پولم میرسه یا نمیرسه میخوام اصلا نفهمی میخوام اصلا شما نفهم از دنیا بروی؟ بله آخه نادرسته تمام عالم شخص بنده میخوام بدانم شما در کار اتومبیل دوره تخصص هستی یا شخص بنده شما دوره اون رو در آلمان در شهر زیبای مونیخ که خودشون میگوین مونشن دیدی یا شخص بنده ها؟ شما دیدی یا شخص بنده؟ شما خب بس دیگر چرا صحبت میکنی؟ چرا صحبت میکنی؟ خیلی خب ناراحت چرا میشید؟ ناراحت میشم آقا نه ناراحت نشید هر چی شما بگید من قبول میکنم نمیپوشیم آقا حالا که نمیپوشیم آقا نمیپوشیم خواهش میکنم ببین اگر رفیق حبیب آقای خیاط جلف نبودی حالا میفهمیدی حالا حساب دستت میامد که اینجا که اینجا یک من مز چند من کره میدهد ولی خب چکار کنیم ما همیشه گول رفاقت کنیم به جهنم در رب اسفل و سافرین قبول 3,000 تومن بابت قولنامه بفرستیم بله 3,000 تومن بابت قولنامه کدوم قولنامه شما قولنامه ننوشتی؟ تو آها فرمودم تو به این روزگار کجمدار لاکردار که حرف مرد اون هم مردی مثل قطب جون به اندازه یک کف دست کاغذ هم اعتبار ندارد آقا 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 ماشین نمیدونم خواهش میگم خواهش میگم تو ناراحت نشید رفت کن بیا تو ناراحت نشید
ناراحت نشید. چش آقا چش قربانشو. خیلی خوب. جزاتون. خیلی خوب بفرمایید. اینم کلاهتون. ماشین مال شماست. بله بنده. خاطر جمع بشین. در نظر بگیر. سلامت. خیال کن الان سوار ماشین رو داریم میری. خاطر جمع باش. برو خاطر جمع باش. به سلامت. خوش آمدین. السلام علیکم حسن آقا. حالت چطوره؟ خوبی؟ بفرما چایی؟ حسن آقا وضعیت جنس چطوره؟ و ما که با هر کی صحبت میکنیم میگه هیچ. من پرسید گوهوشی تو مطمئنی که این عکس خود نامزد انوره؟ ببینم آقا چه ترک شد؟ نه جونه تو خانم فقط اینقدر خانمه که حد نداره. اتفاقا میگفت دلم شوی این دختره رو میزنه. تو رو میگفت گم خدا کنه زودتر سرسامون بگیر و از تنهایی در بیار. خب هرچی باشه خانم با شخصیتی هست و نسب داره. مثل بعضی ها نیستن که جلو روی آدم هزار یک جور مجید میگن پشت سر آدم میخوان سایشو با تیر بزنن. خب ببینم به شکوه و مریم هم گفتی؟ آره جون تو به مریمه که تلفون زدم. شکوه هم دیروز اومد اینجا. مریمه که اصلا میگفت دروغه هوه حتمه هم برای دماغ خواب نما شده. داشت میترکید. شکوه چی؟ شکوه به جون تو روی همین صندلی ها داشت از حسودی دق میکرد. همچین کبود شده بود که گفتم الان از پک بیفت و کار دستمون بده. وقتی عکس دید چی گفت؟ همچین که چشاش به عکس افتاد چشاش مثل چشای قورباغه قلاب بیزد بیرون. از حسودی داشت خون خونشو میخورد. بعد همچین که خودشتونست جمع و جور کنه یه بادی به قبقب انداخت و پشتشی نازد کرد و گفت همچین مالی هم نیست. از لاغری اینه نیقلون میمونه. تموم کنم گرسی مرسی باشه. خوش قلطه. معملی خودمون یه ناخونش نیازه به هزار تا از این آشغال خارجی ها. معملی؟ بلا گرفته کوب. خوشی؟ میدونی معملی کیه؟ نه. داداششه. بلا بگیم. میگه خجالت نمیشه. به یه مرد 60 ساله میگه معملی. یه روز قیرتهاشو درست کرده و یک کاره بلند شده بود اومده بود خونه ما. که انور جون من خیر و صلاح تو رو میخوام. با حیفه خوب نیست این شهر به این بزرگی تو تنها زندگی بکنی. خواستی دختر از آره بیو زن معملی بشو بسیار دست بالتو بگیریم. بریم روش چی گفتم؟ بازم خانم محترم من اگر بمیرم من وصیت میکنم افرادی امثال معملی شما حتی زیر جنازه منم نرم. کار خوب کردی. البته این جمله رو نگفتم ولی خب از اون که گفتم منظور من رو فهمید. دست و اقبالی بکن. مردی که بعد از 4 زن در طلاق دادن حالا میخواد ما رو حروم بکنه. نوشونت نباشه. کوفته شراحی. خب بگو ببینم بالا گرفته. عروسی کی هست؟ حالا بذار اول داماد بیاد ما بعد قرارشو میذاریم. به مردی که اومد کارو تموم کنی ها. نداری این دستون دست کنی هزار تا چیز توش در بیاد. میفهمی که چی میگم؟ مردم حسودن. چش ندارم خواهر یه دفعه دیگه ای بابا رو زدن ها. گوشی دستانه. تهیه لباس عروسی دیدی؟ بابا دیگه لباس میخواد چیکار کنه؟ با چی؟ خوشگل نیستی و تشبری قشنگ نداری که داری. دوماد خوشگل خارجی نمیخواد زیر بغل تو بگیره که میگیره. به جون تو شب عروسی عین یه تیک ما درست کنم که داره وریا از حضرتی ورم کنن و درمک جن. لباس عروسی هم بده همین خانم ذکاوت خودمون واسه درست کنه. میده واسه میارم. حالا ببینم چی میشه. من اول باید برم پیش خانم مفخم یه صلاح و مطلبی از ایشون بکنم تا بعد. آره حتما این کار بکنی ها. چون کارهایی که به خانم مفخم واگذار کنی اون ترتیب همه چی رو میده. دیگه هیچ کس هم جرأت گربه رقصونی پیدا نمیکنه. میدونی چیه هوشین؟ عیب کار اینجاست که من حتی یک کلمه زبون ایتالیایی نمیدونم. باز میگه حوصله معلم گرفتن و پای تخت سیاه نشستن هم ندارم. یک و دو کدومه؟ تلویزیون چیه؟ بعد از 50 سال زرنگی هنوز خرفتی. پاشو بیا تا خر فهمت کنم. پاشو بیا. بفرمایید.
اصلا داخل این کوچه یک زن قابل ملاحظه رفت آمد میکنه که چرخنده چشمم به اون باشه. از حواست کجا تو این برون برو نگاه میکنم؟ چرخنده دارم نگاه میکنم، میگویم نکنم این طلبکارهای نادرست قرشمول این دوروبرها یک جای بزخو کرده باشن قیب مچ شخص دست بنده رو بگیرن. اون وقت شما اگر چرخنده دستگیر بشمن این دم عید خدای نخواسته خدای نخواسته زبانم لرد، اون وقت شما باید باد بخورید و کف برید بیرون. کله که خدا چرا اینقدر بیرون میدی؟ بیا بیا این چیه؟ بسته محتمیات محترمی دارن. ببر تو ببر تو اون وقت چیم که محکم کار میشتردی؟ ببر تو کار دارم ببر تو کار تکم ببینم؟ ها آی چرا اینقدر داغه؟ کیو تحصیل سوار کرده بودی؟ خدا به سر شده است داغی از خود شخص بنده است. بفرم گفت بیا داغ دلمو تازه کردی. مسته صد دفعه این به چاب من نق زدن که این بابای من چرا یه دفعه ما رو سوار ترکش نکردش ببریش سر پل تدریش بلال بخوریم و تو سری همسر یه پازی بده. میبرم میبرم شما بگذاش شخص من یک تاکسیبار سقل بخرم شما رو سوار تاکسیبار سقل میکنم. برو چه؟ چه یا خیلی؟ برم تو چرا چیزی برم؟ من پدر سخته اومدی آزار کنم جد بیا تو برم تو ای خدای خدای این نادرس پلاک هم اون چه تلکر است یک ریز ردیف میکنه راهنمایی به طرف شخص بنده نادرس جا با مؤسسات خیلی و اوقاف برود بگارید خره اگه داشت خودش میکرید سرکار لازم نکرد چیزی ها به جایی ببخشید آکله گرفته نادرست ای خوش اون زمانی که شخص بنده برای مزاوجت با شما بله را داشتن میگفتم یک تیغ سسوسوار پیدا میشد این زبان شخص بنده الهی الهی مرزان چرا اینقدر قرشی آخو خداوند عالم به زمین سطح را بکوبد شخص بنده در این محل آبرو حیثیت دارم ناسلامتی یک زمانی برای خودم نماینده ثابت و دائمی و قابل تعویض قطبه عالی محترم بودم همین حالاشم کلیه امور داخلی و خارجی و هنری و شادمانی این مملکت روی شاخ سفید شخص بنده دارد بیچرخه دوخته این زبونه چرب و نرمت مرگه کیون نمیتونه رنگ کنه بابا چه مرده ها جلوت ریجه بابا زور مذاکره
بابا اسرائیل با کشورهای عربی وارد مذاکره صلح و آشتی شد، شما چرا دست بر نمیدارید؟ آقا خیال کنید اصلا شهر بنده موشه کار دایان هستم. بسید این انور پسر سادات خودتون رو بیاید با شهر بنده وارد مذاکره صلح و آشتی بشود. این نوروز باستانی یادگار اجداد شریف رو قزلقرت زهرمان ما نکنید. مذاکره صلح و آشتی هر باشی کمه تو کار نیست. این دو دفعه بهت گفتم این دم عیدی به فکر ما باش، ما چطور میتونیم دم عیدی جلوی در همسایا لخت فکی افتابه بشیم؟ تو دوتی که رخ بریم به چای طول سگت بخون آفه باشی آی فکتولا. خونم این بچه ها رو انقدر بی تربیت نکن، انقدر پر رو نکن این بچه ها رو. بچه برای ایچه ایتیاج و رخت و لباس دارد. لخت فکی رو نخیر کفیس فقط یک عدد پاپیون داشته باشد. پاپیون برای هر چیزی مقدم از خونم. یعنی چه؟ پاپیون؟ بله پاپیون برای به چهار وقت لباس و کفش نمیشه. میشود به جان عزیزت میشود. شما خبر نداری خانم، در این دور زمانه شما هیچ چیز از معلوم نار دنیا نداشته باش، فقط کافی یک عدد پاپیون داشته باشید. مردم عقلشون به چشمشون از خانم. پاپیون بر همه چیزی مقدم است. پاپیون اصلا از نان شرق هم واجبتر از خانه. اجازه جانم من شخص بنده پاپیون نمیزنم. اون بچه ها در من شخص بنده را مسخره میکنن. بیا مسخره بکنم بچه ها. میکنن مسخره بکنم؟ بروان پدر و جد و آبادشان را مسخره کنن. اون نادرس های قرش حسودی میکنن که چرا نه خودشون نه پدرشون پاپیون ندارن. نادرس ها میگوین به شخصانه میگوین پاپیون جرف هست. جرف هست ها کسون نادرش جرف پاپیون سر خودتو بکن. اگر یک دفعه اون پاپیون رو اینقدر از خودت دور بکنی یا همچی با بس میزنن یا اون مراجت که تخما بزیار پاپیون رو که از خودشون دور نکردن لام هستم. پاپیون سر دو خود دو ماهی آزگاریست میگم یه دو کیلو شیرنی و میوه بهتون بیاد توی خراب شده که اگه یکی اومد دیدنمون یه کوفتی داشته باشیم جلوشون بذاریم. کوفت خورد نمیخواد. اون شخص بنده هر شب زمانی که رادیو محترم یک از دو از سه از چند از دارد داستانهای دلانگیز شب را قرائت میکند. کلی رادیو چند از داستانهای دلانگیز شب؟ رادیو دو دارد داستانهای دلانگیز شب را قرائت میکند. شخص بنده منزل هستم. ممکن مراتب شما زودتر از شخص بنده خوبیدید. شخص بنده زود آمدم اما سرکار زودتر خوبیدید. یعنی شما سر نکردید که شخص بنده زود بیام شما را بیانم. شما زودتر قتلوس نکن. حالا اون از حقوقه که کفت میکنی. هرچی هم که از اون بمبای لعنتی در میاری با هزار بمبول خرجی یه مش مفخور میکنی که دوره برید و میگیرن هی بگن آقای قاطبه چنینه آقای قاطبه چنانه آچره اون آجیمت بگیره با اون جفت تو سیگاره تو انگشتر و تا از اون خانه. شما داخل اجتماع نبودی. شما مدت ندیدی نماینده ثابت و دائمی و غیرقابل تعویض دارنده حق رای باز به عالی محترم تشریف نداشتی. نمیفهمی در این اجتماع باید خورد و خورانید و در من کلای آدم پس مرکه هست. باید نجسی خورد؟ نجسی نخورد. نجسی نفر و دهنت رو آب بکشم. نجسی نه عرق مستخیار بورانی کلپاچه شیدون خانم دارم این باش خفه میشونم. بابا ببین چقدر عرق کردم. بگذار بیام بیرون تو روشن نکنم. خواستی جان بذار بیام بیرون. بذار بیام بیرون رو اون قالی رو گل قالی یادت هست رو گل قالی روشنت کنم. این سخت خر خودت هفته برام سختی دیگه گولدا نمیخورم. خوش داره که دل سخته نمیذارم از این پشت جون بخوری مگه اینکه خرج و مخارج عیدت همین بکنی. خرج و مخارج عیدو میکشم. خرج و مخارج عیدت خوانم. مگه خط و مخارج عیدت رو خواهی خود را ببینم مگر غیر از چادر گودری و پیراهن زری چیز دیگری میخواهی؟ نه بچه همم چیز میخوام. بچه هم بچه هم خلط میکنم چیزی بخوام. نه از خلط میکنم چیزی بخوام. مگر پوتین و کفش لباس و موز و پرتقال و نارنگی و گلابی بیشتر میخواید؟ نبالا کلیه حاضر بر روی دیدگان حاضر است. کو کو داخلون کسی
دخل شما چشمتان بابا قوری نیست ولی آینده نگری سرد نمیشود. آینده نگری نداری وگرنه الان اگر شعور آینده نگری داشتی میفهمیدی که انقریب جایزه یکی از همین بوترا یا یکی از همین بلیتا شطرق به وسط پیشانی شخص بنده اصابت میکنه. اون وقت بیا و درستش کن. پیرهن برای شما دوجین جوراب و پاپیون برای بچه ها کردون موز و پرتقال یابو نارنگی اولا وای اصلا شخص بردن نمیخوام آدم بشم برای تا چه من بودم جایم نشو جای زبا این چیزا که سال هاست بر افتاده کجای کاری من فکری نوم بکن که خربوزه آبت اون اولاش بود که میخواستن این آشخالا رو به زور جایزه بخورده مردم بدن حالا که مردم آبت کردن اون هم خیالشون راحت شده دیگه جایزه ای که کار نیست. به جان عزیزت آینده نگری نداری بر افتادن جایزه جز شویات یا شای آتف یا مای آت ما این حرف آترمون اینجه بگیر این را گذاشته بودم یک چند سری از این بلیط های مخصوص نوروز من خریدم نیبا کنم این را اومده بگیر این چندیه؟ خرچه این قسم قدیه سده سوخته نگی میباس بدم مثل هم خونه تا زده اومد دیگه تل کاره پس تکیز رخت و لباس چی میشه؟ رخت من چی میشه؟ اوه این رخت تو نصیب کارگرهای شریف و زحمتکش بهش این در رو بشه با با بیا بیدر رو یا بابا دوم از سفتی آزیگ از زبان نفهم خدا چجوری بیا پول بی زبان رو در بیارم چند با آدم های دوانگر بده دستی زبان نفهم شرکی شما درد برکنی این رو گذاشته بودم برای چند فقره از این پودر لباسویی که قرار است ماه آینده به بازار بیاید و قولی نادرت پاشو ببینم فرمایش شنیدم دخل مدرسه دست توی اون کده خلط نمیبرد کدام مدرسی یه حرف رو زده است شکر خورده اصلا امروز برمودن تو شب کنه برای بابا مدرسه ایدانه ببریم ایدانه برای بابا مدرسه؟ خود بابا فرمودن؟ خود بابا فرمودن گوش کن خودی بعد از اون که رفتی مدرسه به بابا محترم مدرسه میگویی پدر این جنب جنوب قطب نماینده اسبق قطب حالی محترم فرمودم جناب آقای بابای مدرسه شما دیگر چرا؟ شما دیگر چتان است؟ شما که کرم خدا بعد از ظهر بعد از ظهر ساعت 3:15 از طریق رودمه مجد هر روزه ساعت به ساعت یک فقره رودمه و مواجب و پاداش و اضافه حقوق جدید دریافت میکنید شما دیگر چرا؟ شما که پرسور با 700% به درآمد تان اضافه شد شما که امسال در این سال جدید و تأسیس قرار است با طرح کرونا کلی به درآمد تان اضافه بشود شما دیگر چتان است؟ اصلا یک چیز دیگر به بابای مدرسه میگویید آقای قطبه گفته است بابت این حقوق و مزایای کلانی که دارید میگیرید یک ایدانه قرصی برای من بفرستید یعنی برای پدر شما گوش کردی؟ بعد از روز بدون ایدانه بابای مدرسه برگردی خدا به سر شایدن چنون میذارم یا اون ملاجه که پوکت در بیاد بیرون نادرسه تمام آرم وستی کجا از پس قمر این وستی ممانت کو چه دار کو نهاره شرط برگرد بل ولی دارد نادرست این خود اون لحجه گرفته است نوقه وستی نادرم تای تمام آرم پس کن نهار نادرست شخص بنده شخص بنده دارم مثل ریگ داخل این خانه پول خرج میکنم ناسلامتی اصلا داخلو بدو حقوق و جیران مواجب و بازاش مدوی را بیاد بریز به حلق این نادرست های تمام آرم هنوز ولی نعمت خود رو به جان نمی آورم وستی این نهار نادرست آرام کن اصلا حاضر میشه
تلفن عمومی میموند تا ریال داخلش نندازی با انسان مکالمه نمی کند. اختیار جونی قاطی جون، من که تلفنی خصوصی شما کافی است که شما بگیریم تا فایده شما بکنم. خدوه خداوند عالمیان و خداوند عالمیان و التفاتن از اون بالا ماره های گوشه چشمی به این صفره فقیران و بشباب و خالی قطبه عالی محترم خودت بنداز ایزد پاکان و ایزد پاکان و ما که انقدر با سیلی به میان صورت خود کوبیدیم انقریب به صورت لبو تنوری در میاییم. فردا پس فردا قطفه رو جایی نبینی بگوی قطفه جان چرا انقدر بد شکل و بد ترکیب شده یا خداوند بخشنده مهربان و ما که دستمون کوتاه و خرما بر نخیل است خودت یک جواب دندون شکنی به این صاحب خونه نادرس تمام عالم مرحمت بفرما. خداوند بخشنده مهربان و خداوند بخشنده مهربان و ما که از صبح تا غروب همه رقم قرضه و لیاقت و جربزه به خرج میدهیم باز از دستمون کوتاست، باز هم چک برگشتی و سفته و خصفی از سر کولمون بالا میره. یزدان پاکان و خودت چاره سازان تمام عالمی، خودت یک فکس جانانه به میان مراج این طلبکار های نادرس تمام عالم بگو. بار الله گناه اون دگیلوس نجسی رو که ما سر شب یواشکی با لوبیا میل میکنیم خودت اون بارا ماله ها یک جوری لب روجه و مصمالی بفرگو. خودت سرکار دارا داری که شهست بنده چاکر شما هستم، کوچیکم، خانزادم، نوکرم، اصلا شهست بنده گربه شما هستم. میگی نه برای گفتار شخص بنده شورت از قیم نادر فرمودی اگه قربان شما برود قاطبه یزدان پاکان و خداوند عالمیان و بیا و نمایندگی قاطبه عالی محترم رو مجددن به شخص بنده برگردان. این همه مقام و شکور رتبه و درجه و ساعت و سیگار رو از من نگید ای خداوند مهربانا. باری لوحو التفاتن در روح خدا یک چهار عدد قطعه درشت سنتونی به اندازه پرتقال به این همبستر شخص بنده قدسی خونه مرحمت بپندید. الان نهار تازه میشه. یزدان پاکانا جلال شکور را روز به روز زیاد کن. خداوند را ساعت به ساعت زیبایی و سکس او را دو برابر کن. خدا نکنه. خوشترم خیلی بود.
دوست دارم. پدرم ای الله ای ببخشید خانم، آقای 93 تشریف بردن. شما تشریف دارین یا تشریف ندارین؟ اگه تشریف ندارین بگم آقای 93 تشریف ببرن، هر موقع شما تشریف دارین تشریف بیارن. تشریف ببرید بهشون بگی تشریف بیارن تو. خودتمون در صاحب مرده رو ببند که کسی سرخر نشه. چشم. سلام عرض میکنم. تعظیم عرض کردم. بگی بشین شاخشن شاخ هستم در حضورتون. احضار فرموده بودی که امر خصوصی بود. تو یک عمره که به اصطلاح خودت درم، یک عمره که به هر دری زدی و هر بامبولی دوا کرد. یه وقت سر از سفارت روز در مردی، یه وقتم تو کنسولگری انگلیس برو بیایی داشتی. حتی این اواخر شنیده می شد که ای با کل گنده های مافیان زد و بند و سر و سری دارم. خب بعد از این همه جون کندن ها چه نتیجه ای گرفتی؟ نرس کردم. آه قسمت بخم. بگی بشین شاخشن شاخ هستم در حضورتون. احضار فرموده بودی که امر خصوصی بود. تو یک عمره که به اصطلاح خودت درم، یک عمره که به هر دری زدی و هر بامبولی دوا کرد. یه وقت سر از سفارت روز در مردی، یه وقتم تو کنسولگری انگلیس برو بیایی داشتی. حتی این اواخر شنیده می شد که ای با کل گنده های مافیان زد و بند و سر و سری دارم. خب بعد از این همه جون کندن ها چه نتیجه ای گرفتی؟ این همه این برون مردگی دنبست. خودم یکی صد دفعه بهت نگفتم که نرده خارجی جماعت تا وقتی که باهات کار داره جلو دو نمی پاشه. وقتی که اموراتش گذشت مثل کفتر پرد ریچی می کنه. بله فرمو. نگفتم گوشتو نکشیدن که 93 خارجی جماعت حواسش پی کار خودشه. وقتی که بارشو بست و خرش از پل گذشت مثل توفاله تو رو چپ میکنه. بله صحیح میفرمایید. ولی خب چه میشه کرد؟ ما یک عمر جوانی و زندگیمونو در راه خدمت به مردم هدر دادیم، کار همه رو را انداختیم جز کار خودمون. به قول شاعر میگه بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش زیک گوهرن. خفه اگه اون شیخ علیه رحم میدونست که در آینده شعرش تو دهن چیا میفته، جا و جا تر شعرش رو میخوش کنی و کتاباش رو میسوزن. بالاخره من به متوجه نشدم هنوز علت این که سرکار خانم این همه من رو مورد لطف و مرحمت قرار دادید مقصود چیه؟ مقصودم اینه که تو درنگی با شعوری قالیتا مچتر به موقعشم رند و غلط اندازی به اندازه کافی هم رندی و مبادی آبداد. ولی اونجوری که باید و شاید از این همه استعداد و لیاقت استفاده نکرد. خیلی کلا کلا کردی، کلا سر خیلی ها گذاشتی، ولی همیشه سر خودت بی کلا. عرض کردم حضورتون علتش این بوده من هر کاری خواستم شروع کنم همیشه به جنبه معنوی اون کار نظر داشتم. اکثرا به فکر منافعش برای مردم بودم. مردم اگه آدم های دلسوزی مثل من و شما نداشتن خیالشون خیلی راحت تر بود. نظر مرمت بود. ببینم هیچ وقت دلت خواسته که همش یک دفعه یک بقر کار گنده و حسابی دست بزنی و برای همیشه خیالات خودتو از بابت آینده تخت تخت بکنی؟ عجب فرمایش این فرمایید. کدوم آدم احمقی که درد بدن به دنبال یک لیوان آب زلال جوارای خنک برای رفع تشنگیش نگردید؟ یا کدوم آدم دیوانه است که دلش نخواد یک عمر راحت لم بده و ویسکیشو قرقره کنه؟
بسیار خوب. اون آب گوارا برای نوشیدن و این ویسکی اسکاچ واسه غرغره کردن کنار لب. فقط باید برتش بکشی بالا. با اطلاعی که من از هوش و ذکاوت سرکار خانم دارم یقین دارم که این مطلبی یک آسف برنده تو دست بوده. بله آسف وقتم نداره. بشی اونجا. خانم انور زمان رو چه میشناسی؟ کدوم انور زمان خانم؟ زن مرحوم اعتبار کلام رو میگن فنگ خدا. ها بله بله بله. البته اسمش رو شنیدم ولی از نزدیک خدمت شد ارادت نداشتم. فکر میکنی چقدر دارایی داشته باشه؟ خب ایشون تنها وارث مرحوم اعتباره و اعتبارم اگر زنده بود خود شما میدونید که تا الان بدون شک دو دنگ از آسمون خدا هم قباله کرده بود. پس همه مال و منال اون مرده که یه اجا خورد یک جاره دیگه بیندن که پیشونش دستید. نوشه جوش، نوشه جوش. وقتی هم که این خانم بمیره تمام این مال و دولت و ثروت یک جا میره تو جیب دولت. نه عزیز جان. تقدید نه؟ بله. برای اینکه قبل از دولت یه بند خدایی که اون سر دنیا قاب خانم رو دزدیده من میخواد همه رو فی سبیل الله بالا بشه. اون وقت من شما اینجا بغل گنج خودمون خوابیم و زندگیمون بر آب. خب دلیلش اینه که ما کاری از اون ساخته نیست. نه خیر، برای اینکه نمیخواییم مغزمون رو به کار بندازیم. پاشو برو اون عکس و از لای اون کتاب درارم نگاش کن ببین ازش چی میفهم. لای اون کتاب رستم و تواریخ رو میگم. منظورتون این مرتکی قالتاب عوضیه؟ بله بله. ولی این مرتکی قالتاق عوضی اون مرتکی قالتاق عوضی که منظور نظر توه نیست. منظور من قاطبه است دیگه خانم. بله ولی اون عکس قاطبه نیست. نیست؟ امکان نداره که عکس قاطبه نباشه. نیست ولی میتونه باش. تا اونجا که چشم من میبینی عقل من کار میکنه خر همون خره. منتها پالونش عوض شده. معلوم نیست بازی چه کسی رو پیدا کرده. تیغش زده، نونوار کرده، پاچه سر و لباس و شیکی، پوزی درست کرده. با این حال اون عکس قاطبه نیست. امکان نداره همچی چیزی. اونی که اون بالاست از این محالات خیلی تو کارشه. تو که یک اون با قاطبه هشت و نشت داشتی، نتونه چیزی بفهمی. هشت و نشت؟ بنده غلط کردن خانم که با این آدم هشت و نشت داشتم. باور بفرمایید الان یک مقدار چه قصفته اضافه این تو کشوی میزی من مونده که من ازش طلبکارم. همین روزا همشون مصور میشن. من هیچ طلبی نمیخوام به شرطی که ایشون دوباره سراغ من عید منو تیغ نزن. گفتم همین روزا همشون وصول میشن به شرطی که خودت زرنگ باشی و به خودت بگی. وقتی که به کمک ما آقای قاتبه جای آقای سالواتور سالواتور رو گرفت اون وقت منظور منو میفهم. شما حتی این اندازه ممکنه محاله. خودت داری میبینی که ممکنه. این عکس عکس آقای سالواتور سالواتوری عاشق سینه چاک و نامزد میلیاردر خانم انور زمانه که همین روزا سر کلش پیدا میشه. ولی قبل از اینکه دست این مجنون ایتالیایی به این لیلی تهرونی برسه به کمک ما آقای قاطبه جاشو میگیره. من اجازه بفرمایید که چک به شما رو ببوسم. آقا صد کرد
گفتم مشتریان نباید از امور داخلی بونگا با خبر شوند. شما بفرمایید سر کار خودتون. شرف بنده در این مورد با شما آخر وقت یک کمیسیون خصوصی تشکیل خواهم داد. بفرمایید آقا، وقت شرف بنده رو ضایع نکنید. بفرمایید دیگر. آخه قربونت برم، حالا بنده به درنگ، این حیوان جوون بچه داره از دست میره. الان درست یه هفته آشکاره که دست به آب نرفته. آخه قرص به مزاجش نمیسازه، مزاجش خراب میکنه. بنده در قید خودم نیستم، با هر کوفت زهر ماری شده خونمو میسازم، اما این زبون بسته باید جنسش خوب باشه تا بتونه خودش بسازه. یعنی میفرمایید چت بنده مسئول مزاج مبارک آقای مخمل خان هم هستم؟ خب آقا معلومه دیگه، مزاج ایشون بستگی داره به جیب بنده، جیب بنده هم بستگی داره به لطف و مرمت جنوبالی. فطرتاً ناشکر، فطرتاً ناشکرین و محبت سرتون نمیشون. باید همیشه خدا شما رو گرسنه نگه داشت و با بکوبید میان مزاجتون ملاتتون تو آدم بشوید. آخه نادرسه تمام آرام، چرا مثل گربکونه چشمان خودتون میبندی؟ برا ببین آقا، برا ببین ببین کدام ریاست محترمی مثل شخص بنده به فکر کارمندانش هست. میشکی آقا. نه برا تماشا کن، برا وضع منشی ها و کارمندان سازمان ها و ادارات رو ببین، کلاه خود رو بالا بنداز. برا بالا بنداز. در ادارات و سازمان ها تا یک کارمند معتاد یک چرت کوچولو ها اینقدر پشت ناخونی چرت بزنن، مانن لوله رو میدن دستش، بله. ادرارش رو میدن آزمایشگاه، عضوش رو میخوان. اون وقت اینجا شرف بنده داخل این کمپانی باید مسئول مزاج مبارک ایشان باشم، باید فوق‌العاده نشعه بپردازم، باید حق چرت بدم. یعنی چه آقا؟ خب شاید چهار لول کوپنی هم در روز شما رو نشعه نکرد. شرف بنده چه تقصیری دارم؟ آخه قربونت برم، لول کدومه؟ بنده سالهاش که خواب لولم ندیدم. دریغ از یه مشقال شیره، دریغ از یه نخوش شوخده. لا اله الا الله. آقای مونس خان پرباغ خوش کرد. مگه شهر بنده در کرج شهرک اعتیاد درست کردم؟ نادرسه تمام آنم، تو داخل این بونگا روزی 22 قوری چای قلیز دبش قندپهلو کوف میکنی فقط. آخه قربونت برم، چایی که جای جنس رو نمیگیره، ماشوخیار که آدم رو مشت نمیکنه. باید این حیوان زبون بسته یه دود بگیره تا بتونه جای دوستی، جای دشمنی بالاخره یه جایشو نشون بده. آقای مونه، آقای مونه، خواهش دارم وقت شرف بنده رو ضایع نکن، بگذار بکن مردم برادم. خود شرف بنده در روز 200 کرد جای دوست رو نشون میدم، 500 کرد جای دشمن رو. هنوزم چرخ زندگیم یک پایش لنگم. بفرمایید شما، شما بفرمایید به امور خود بپردازید. شرف بنده برای شما یک فکر بکری میکنم. اتفاقا اخیراً استفاده از هنرهای نمایشی قدیمی و باستانی شدیداً مدرن شده و قرار است رمور و فوربین و جنگیر و تبکش و بندنداز هم در ردیف هنرمندان تراز اول و هنر این سرزمین خدمات شویان بنماید. به 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 به. خب هرچه باشد برادر، شما که از جنگیر کمتر نیستی هستی؟ نه آقا، خیلی هم زیادترم. خب حتمی یک فکر بکری هم برای شما میشود. شما حالا بفرمایید به امور سکرتوری خود بپردازید. شخص بنده در این مورد اقدام عاجل به عمل می آورم که انشاءالله حق به حقدار برسد. برید آقا، برید به کار خود را پردازید. بفرمایید. خدا من به شما عمر مخمل. بلند شو، بلند شو، جای دوست دشمن آقا رو نشون بده. به بلند شو، مردش رو اون ترکی میده ببرن. نه خیر آقا، چشش اعشاب داره، هیچ جوری جون نمیخوره. سلام کار قاتله. سلام جرف خدا، چطوری زلال؟ پدر جرف سلام براتون. شماره شما شاجر نجم را آیت کنیم. شماره 16 منم آقا. منم بله دستان بستر از من بشین که قماری این جوال خودمون بوده بود. برا میشین نقدر سلام گروه. حال سرکاپو بکنم. نام؟ حسین علی. شهرت؟ کنار آبادی. کنار آبادی؟ در قربون کنار آبادی. مونس چای بیار. قربان چایی درست کردم، دم بکشه میارم خدمتتون.
خب کنار آبادی عزیز تشریف خیلی آوردی کنار ما نشستی کار از چیز قربانه از کنم حضورتون که از کنم حضورتون که ما یه چند سالی بود با عیالمون زندگی بی در سر خوبی رو داشتیم سرکله یه پسره کفترباز جوالق بالای پشتبون همسایمون پیدا شد اون رو بر رو خب. از اون تاریخ به بعد به جون شما دیگه آب خوش از گلوی ما پایین نرفت تفلک تا ما مجبور شدیم دست زنمون رو گرفتیم و بردیم مادر طلاقش دادیم ای خوش به سعادت ای خوش و به بخت و اقبالت با هم خب نادرست تمام عالم نکند حالا خداوند عالمیان پشت گردن از زده است دوباره حواس تجدید فراش کرده این نادرست ببین کنار آبادی ببین کنار آبادی عزیز ما در اینجا همه رقم کار خلق الله رو محزن لله انجام میدیم اما این یک قلم کار از ما ساختن نیست قربانت بروم بهتر از یک نامه به بعضی مجلات موضوع تجدید فراش و نمیدونم زن گرفتن اون چیزا نیسته که قربون شما برم موضوع چیز دیگه است موضوع اینه که زن سابقمون خب از خر شیطون اومده پایین رو به اصطلاح پشیمون شده و مجدد مگه ما رو برکرد خب برش کردم آخه نمیشه قربونت برم نمیشه من اونو سه طلاقش کردم برای همین موضوع هم اومدم خدمت شما که درستون برسونم ای اوخ ای اوخ اتفاقا داریم آدمش رو داریم خوبش رو هم داریم آدمش رو داریم که اصلا چشمش درست تقریبا یک چشمش بیشتریش کور است درست میتونن جایی رو تشخیص بدن همچین زیاد کسی رو هم به جا نمی آورن چه بهتر منتهای مراتب نرخ کمی بالاست 700 کمتر نکته قربونی شکلت 700 تومن خیلی زیاده برای من آخه قرش ما برای من خیلی زیاده نادرست سوزمانی در این دوران روغن نباتی در این زمانی که زرده تخم مرغ به رنگ آب سفید در آمده است 700 تومن زیاد است برای این کار نه 700 تومن زیاد است آی نعمت توپچی بله قربون نعمت با من قرارشی داشتی بونت بله آقا نعمت بیا اینجا نادره بله حلمون برای من کار تایید شده دشته من دشته بده من بیا ناقص از یال و کوپالت استفاده کن بیا بله بری تو این صحنه در زحمه زن بازی کنه قربون زبون بسته صحنه بزن بزن که دیگه ریشش در آمد بیا برو کار این آقا رو بنداز از صد تا فیلم هم بهتر از هم بول است هم تماشا آقا کارشون چیه؟ مزاحمشون چیه؟ به جون شما فیل باشه خوب توش بشکنم یواش یواش شما کوتا بیا طرفش فیل نیست قربانم طرفش عیال سابقش است آها موضوع این است که موضوع ای آخ ای آخ آقای قاسبه آقای قاسبه همه یه کارمون مونده بود قربون ما یه عمر خدمت شماییم تو نوبت واسدیم تو صف یه کار هنری دست نمودی سری تو هنر را در بیاریم به نادرست تمام عالمی خودش بزرگترین هنر است این هنر نیست که یک خانواده رو یک شب از دیتر و تمامی انسان نجات بدهد فقط چهار تا بکس وسط کوزه همبر کردن و مثل شامپانزه به سر کوره هم پریدن هنر است خب این هنر هرچی شما رو که قربون هرچی شما رو که ما قبول داریم قربون قبول داریم 700 رو رد کن قربون 700 رو رد کن آقا رو ببر ایالت رو براش صیغه کن به درستی کار شما رو انجام میداد 700 رو رد کن منتهی مراتب یک دو دست چلو کباب کوبیده و یه چهار عدد نون خامه ای هم به نفع این ببندی بعد بیت حالا نمیشه همین 500 تومن بدیم جا آقا تو یعنی چه 200 تومن تخفیف آخه به چه عشقی تخفیف بدم نادرت تمام عالم آخه به چه عشقی تخفیف بدم مشتری دائم میشوی این کاری است که فقط یک بار انجام میشوه 700 بگذارینیم رد کن بره مرسن اشتن کن آقا رو بردار ببر بیا نعمت نعمت بیا اینم برای پود چای و حموم شما بفرمایید به خیر و سلامت با اجازه قربون تو بفرمایید خدافظ بریم آقا بریم بفرمایید سلامت خوش بگذره ایشالله جای ما هم خالی کن ای خاک برشن ما که اوجه این کارم ندارید شماره 11 اما نوبت منه شما رو یه
این تو. بله، مطابق دستورات شما تمام جزئیات امر با دقت و ظرافت پیش بینی شده و همه چیز برای وارد شدن به مرحله عمل آماده است. طریقه عمل هم مو به مو و لحظه به لحظه در اینجا نوشته شده. حتی کوچکترین اتفاقات احتمالی از نظر دور نمونده. یک اشتباه کوچک ممکنه برای ما دردسر بزرگی ایجاد بکنه. بنابراین باید با یک تکنیک حساب شده و یک تکتیک قابل اعتماد به طرف هدف پیش رفت. با اجازه اسی ایده اگر آمدم بگید منتظر باشن تا من صداشون کنم. بله، همینطور که عرض میکردم حسب الامر من دو نفر از بهترین آدم های خودمان برای این کار انتخاب کردم. خیلی خوبه. به شرط اینکه این دو نفر کاملا دهن قصد قابل اطمینان باشن و باباش عملوادی در نیاره. ها، از اون حیث کاملا اطمینان داشته باشید. این دو نفر تا حالا در چند ماموریت خطرناک جوهر خودشون رو نشون دادن. به علاوه من اینقدر ازشون سند مدرک دارم، هر اتفاقی که بیفته خط خون میگیرن، صداشون در نمیاد. فقط اشکال کار ما که ممکنه همه چیز خراب بکنه وجود همین مدرک عاطفه است که اتفاقا هسته مرکزی عملیات ما هم تشکیل میده. تو اینو پیداش کن، فلقشو من میبینم، تو درش میزنم، راضیش میکنم. راضی کردنشو مطرح مهم نیست، برای اینکه اینقدر اونجا طلب و گدا گشنه است که با یه بعد و غمی یا چند تا اسکناس میتونه آدم راضیش بکنه. فقط این به کار اینه که ثبات شخصیت نداره، قول و قرار سرش نمیشه، بی ادبه، بی نزاکته، دروغگوه. با یک حرف یا یک اشتباه ممکنه تمام نقشه ما رو نقشه برات بکن. خب خودت الان گفتی که جا طلب و گدا گشنه، هر کسی رو از راه خودش باید به دام انداخت. یکی رو با پول، یکی رو با وعده و وعید، یکی رو با مقام، یکی رو با زن و یکی رو با زبان. قاطر آدم ساده لوحیه که در این حال دلش برای پول و مقام و عرضی کردن لفته. خب باید در توی همین نقاط ضعفش گذاشت، باید بهش فرصت داد تا عرجیز کنه، هات بود کنه. باید مقام و منصبی رو که در آینده انتظارش میکشه به رخش کشید و در اینها برای اینکه جنگولت بازی در نیاره و وسط کار گربه نرسونه باید ازش مدرک گرفت. و این مدرک رو همیشه به عنوان یک چاقوی تیز و برنده زیر خرخرش نگه داشت. ولی با تمام این حرفا من به هیچ وجه به این اعتمادی ندارم. گفتم که تو این خرد طویلش بکش بیار بیرون، من واسه پالونش میکنم. پس اجازه فرمایید من اسی ویر صدا کنم بیام تو، اونا رو در جریان کار بذارم و بفرستمشون پی قاطبه. لازم نکرده که من باشون تماس بگیری و بدونن سر نخ به دست کی بسته. بعد از اینکه من اصلا باشون صحبت کنم. چشم. ضمناً امروز خانم هم در زمانیت خونه ما، لازمه که بیای اینجا بهت معرفی کنم. این برای اجرای نقشه ما خیلی لازمه، باید بتونی اطمینانش رو جلب کنی. گرچه میدونم توی دم تکون دادن و گربه رختوندن خودت ختم روزگاری. سیگار خیلی مزرد. یه خیلی دیگه میاد تو. سلام بابا. سلام بابا.
دقت و ظرافت در هر کاری، به خصوص در کارهای ما که گاهی از اون گوی خوشونت میاد، باید کاملا دقیق و ظریف بود. و این چیزیست که شما دو نفر کوچکترین بوی از اون نبودید. عصبانیت و گردن کلفتی ممکن تأثیر آنی داشته باشید، ولی نتیجهش صفره. این چیه؟ تو این چیه؟ فکر میکنم یه قلم خود نویس باشه خودمان. نه، خود نویس نیست. خب معلومه که خود نویس نیست، اینه باز. ما بگیم آقا، ما بگیم چیه؟ اول اون نبلوچت جمع کن. جمع کن؟ ما بگیم آقا. حالا بگو. ما فکر کنیم خودکار باشه آقا. فکرت هم مثل همیشه فکر باطلی. بود کم شد. این چیزی که به نظر شما خودکار یا خودنویسه و باز هم به ظاهر فوق‌العاده ظریف و زیبا و قشنگه، در باطن چیز خطرناکی. هر وقت بخوایی هفتیر. چی؟ هفتیر. هر زمان که احتیاج داشته باشی چاقوی زمین داره. چی؟ چاقو. هر موقع که لازم باشه سرنگیه که ازش مایه بیهوشی تزریق میشه. بیهوشی؟ هر وقت که دلت بخواد بیسینه. چی؟ در موقع لزوم ازش گاز اشکاور بیرون میاد. گاز اشکاور؟ باهاش میشه آدم کش. نه یک نفر، هر چند نفری که دلت میخواد. ولی به ظاهرش نگاه کنید چقدر ظریف و قشنگه. دلم میخواد شما هم در کاراتون مثل این خودکار دقیق و ظریف باشید، کارهای خطرناک رو با دقت و ظرافت انجام بدید. ظریف؟ تو قبل که تو مزون خود نیز باشی این او خمره ای نیست که تو خودت هم خفه. یعنی هر دوتون خفه شید. مأموریت جدید شما پیدا کردن این مرد و آوردنش به اینجاست. چه شکلی؟ این یافتارم؟ آدرس اداره ای که توش کار میکردی. هنوزم ممکنه کار بکنه، ممکنم هست کار نکنه. این آدرس منزلیست که توش ساکن بوده، هنوزم ممکنه باشه، ممکنم هست نباشه. این آدرس دکیست که توش مشروب میخورده، که حالا ممکن بخوره، ممکنم هست نخوره. این اسم دوستان و همپلیکیاشه که ممکنه حالا با اونا دوست باشه، ممکنم هست نباشه. همه اوزگیده. وظیفه شما اینه که این مرد رو پیدا کنید و بهش بگید من برای نمایندگیش از طرف قاطبه عالی محترم اقداماتی کردم. به نفع بشه که هر چه زودتر بیاد اینجا من بگید. پس قربان بفهمید که این مأموریت سیاسیه. اینطور تصور کنید. قربان برای آوردنش اینجا به زور متوسل بشین. برای آوردنش به اینجا و هر کاری که دلتون میخواد متوسل بشید، ولی با دقت و ظرافت. خشونت شایسته انسان متمدن امروز نیست. آدم هم اگر میخواید بکشید اول به ظرافت اون فکر کنید. به هر حال من این مرد رو صحیح و سالم میخوام. به صورت و بدن سالمش احتیاج کامل دارم. مرخصی. با اجازه قربان. با اجازه. آخه قربون میخوام اون شب به مهمونامو خوش بگذره. از اون گذشته به جون شما خود عروسارون کشته و مرده گوگوشه. تازگی هم سرشو این گوگوش درست کرده. لا اله الا الله.
بابا به چه زبانی بگویم، گوگوش دیگر به هیچ وجه من الوجود به مجالس عقد و عروسی نمیرفت. همین پریشب که با عیال قدسی خونه منزلشون بودیم، داشتیم با هم شام چلو کباب میخوردیم، بعد از چلو کباب که داشتیم با هم نون خامه نوش جون میکردیم، گوگوش برگشت به شرخ بنده گفت قاطی جان آقا علاقه دارد به جای قطب جان به شخص بعدم بیاد قطبی جان برگشت به شخص بنده به قطبی جان خواهش میکنم خواهش دارم دیگر شخص بنده رو به مجالس عقد و عروسی نفرست. ولی شما درست میفرمایید، آخه قربونی تو برم یه لطفی در حق من بکن، یه زنگ به این خانم گوگوش بزن، هر بگو این مهمونی ما یکی از فامیلای نزدیک خودته، به جان شما قبول میکنه. این کارو واسه بکن. جون من این کارو واسه بکن. من نمیشم. اگر بگویم این عروسی مال یکی از فامیل های نزدیک خودم است، اون وقت پول نمیگیرد. نه عزیزم. درست نیست. حساب کوکا برات. حالا شما یه تلفن بهش بزن. هر جوری که خودت بدونی راضیش کن. این کارو واسه ما بکن. لو بازم میگوید تلفن بزن. جهنم قربونت دارم، خدا انشالله که عمرت بده قربان. بالاخره موفق شدی. الو منزل بانو گوگوش. الو منزل بانو گوگوش. شما ای آخ کامی جان خودتی؟ چطوری تو پسر؟ کجای تو اصلا؟ پیدات نیست؟ چرا نمیه منزل ما با قولیت سچرخ بازی کنی قربانه؟ ها؟ مامان هست؟ بگو با دوی جان قطبه صحبت کنه. آره با دوی جان. الو گوگوش جان، حالا چطور است گوگوش؟ خوبی گوگوش جان؟ تو چطوری؟ بابا تو کجایی گوگوش؟ قربانت برم بابا، ما که پریشب مادرتون شدیم. گوش کن. آره قدسی جان گفت، قدسی گفت قرار گذاشین با هم فردا بروید همون سندو. آره بابا این قدسی ما رو اینقدر به همون سندو نبرد. نمیدونم چرا هر چقدر قدسی بیشتر به همون سندو میرود شخص بنده بیشتر لاغر میشود. گوگوش جان آره بابا چرا رو در بایستی میکنی؟ دست کومی رو بگیر وردار بیار منزل. اصلا ببینم چرا کومی رو نیاوردی از دوی جان قاطبش ایدانش رو بگیرد؟ بیارش براش گذاشتم کنار. بیارش فردا بیارش. بد نیستم به جان تو، بد نیستم. اون قطره ای رو که دادی چکانیدم توی گوشم، بهتر شده از گوگوش. به جان عزیزت کاروهای کمپانی زیاد شده است، شخص بنده فرصت سر خوراندن هم ندارم. میام فردود. گوش کن گوگوش. یک مجلس عروسی دارم مال یکی از دوستان بسیار عزیز شخص. میدونم بابا گفتی، همون موقع که داشتیم نونخومی میخوردیم گفتی. بابا گوگوش یک شب که هزار شب نمیشود قربانت بروم. یکی چشم گاو است. گوش کن گوگوش. فوقه آتشین جنده، آتشین فوقه. گوش کن قربانت بروم، کم بخون، کم زیاد معطل نمیشوی. کم بخون همون تصنیف مرا کشتی رو با دو تا دیگر قاطی کن، قول قضیه رو بکن بره بزنی کارش. آره قربانت بروم. چه؟ چشم، اون کار رو خودم شرطا برات درست میکنم. میدونم میخوای تو فیلم مشترک بازی کن. چشم، خودت میدونی که همه اونها از دم کوچیک خودت هستن، کافیست قاطبه یه توکت زنگ بزنن. قربانت بروم. قربان گوگوش. آره همین شب جمعه است، با اعضای محترم ارکستر باید بیای. گوگوش جون گوشی آدرس رو بنویس، آدرس مجلس عروسی رو بنویس. گوش چکار کنم؟ قربونی تو دارم چکار کنم دیگه؟ آبروی من خیلی به او قول دادم که یک نقش اول برایش داخله یک فیلم مشترک و آمریکایی درست کنم، اون هم گفت خب چکار کنم، قاطبا نمیتونم روی تو را زمین بندازم، میایم دیگر. حالا آدرس رو بده. آدرس قربانی ها. گوگوش شوخی داشتیم با این دوستم، شوخی داشتیم اینو بنویس گوگوشان.
شب جمعه ساعت 9 با اعضای محترم ارکستر اونجا باشی و آدرس رو بنویس. آدرس آره گوگوش تیر دو قلو، تیر دو قلو آره، تیر اول، قلو دوم، کاشی شماره 11 آره، بازم دو قلو هست، دو تا یک. آقا رو نفرم فراموش نکنی گو کاری داشتی زنگ بزن، کمپانی هستم کاری داشت. چشم قربانت برم مونس چیه پدر بیاموز کیه بانو گوگوش بود به شما سلام رسید. سلامت باشن، ایشون همیشه نسبت به ما لطف دارن. خب خیلی ممنون قربان، محبت کردی. این هم از گوگوش. حالا بابت گوگوش مایکوری 10,000 تومن 1,000 تومن هم میشود کمیسیون کمپانی جمعا، البته برای دیگران کمیسیون کمپانی 20% است، با شما 10% حساب کردیم. 1,000 تومن هم کمیسیون کمپانی میشود جمعا مایکوری خدا وکیل 11,000 تومن لدتون بیم. 11,000 تومن؟ بله. ولی گربونه تو برای من 11,000 تومن خیلی زیاده. نادرست جلف قرشمال 11,000 تومن برای بانون گوگوش و اعضای محترم و ارکستر و حق ویزیت کمپانی زیاد است. خب اگر ارزانتر میخوایی همین مونس خودمون رو با مخمل بردار ببر. این مونس رو؟ بله بردار ببر. نه گربونه تو برم، من میخوام مدرسمون سطح بالا باشه. همین 11,000 تومن قبول. خیلی بخواد که من بیام. بله بابا بیام. همه رو باید اول بدم، نمیشه یه مقدارشو آقا برام. ما هنرمند قولنامه‌ای به جایی نمیفرستیم. تو اصلا عروسی بکن نیستی، بگذار رو گوگوش بکنم. گوگوش نیا آقا، جون من دست کن دیگر. این هم 11,000 تومن نادرست بده اونجا. بده من بفرم قربان. این ها 11,000 تومن میشه قربان شما محبت کنید یه رسیدی به ما بدید. چه؟ از کردم قربان یه رسید به ما بدید. توف توف مونس رسید میخواد. مرد حسابی برو دهنتو آب بکش. توی بازار حرف آقا رو به جای شفته میخرن، به جای چک جیرو میکنن. برا بفرست، برا بفرست، برا نادره. یه برو خاطر جمع باش، بیان برو گوگوش مانو تو فهمیدم بیار خواهد این گوگوش برای برات آواز بخونه. برو خاطر جمع باش، برو سنو کرده این حاله تو خدا بیارم. عجب خره این رسید بولن زن اونم از شخص شما. بیا اینجا مونس. بله آقام. بیا برو در منزل این دکتره از مسجد توفی من سوخرو که خیلی دلش میخواد جوی گوگوش رو بگیرد. برو در منزل اونها بگو دو سه تا از تصنیف های گوگوش به خصوص تصنیف مراکشتی رو تمرین شدیدن تمرین بنماید. شب جمعه به این آدرس برود به جای گوگوش بخورد. به یحیی زرگیر و حبیب بیانونی هم پیغام بفرست که به عنوان اعضای محترم ارکستر همراه او بروند. یادت بد نرود آقا جان. اونم پول تاکسی که داری. بله این پولو تاکسی پول تاکسی آقا جان. آقا جان من حرفی ندارم، بنده میرم. اما یادتون هست اون دفعه همین شغرا رو به جای خانوم همیرا فرشدین توی مجلس اخونوم یک بس کتک مفشل به ما زیدن و ما رو از مجلس انداختن بیرون. اصلا این دختره استعداد نداره، هیچ جوری نمیشه غالبش کرد. فرمو میشود به جان عزیزت میشود میشود منطقه مراتب راه داره. راه داره مونس جان. باید به اینها سفارش بکنی که یک مقداری قرقمیش خود رو زیاد بکنن. یه 7-8 دست لباس عجق و عجق ندید بدیدی بپوشن. پشت چشم خود رو سایه های سبز و آبی و بنفش و قرمز و صورتی و علم همه رنگ خلاصه بزنن.
بخنم میشود قالبشون کرد خوب هم قالبشون بله. میشود میشود شما وقتی بگیم میشود میشود بله میشود برو معتمد وقتی آقا گفتن میشود میشود جون شد فرمودید چی آقا؟ قاطب آقا آقای قاطبه جا 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 جعفر جعفر قاطبه آه قاطبه اینو زودتر رو بابا جون ببینم چه کی صحبه ای چی نوشته بود؟ مجونم طلبکارش نیستی اطلاعا یک کار خصوصی باشه غیر ممکنه غیر ممکنه یکی بیاد توی اداره اطلاع قاطبه رو بگیره و ازش طلب نداشته باشه مرد حسابی بله نسبت بهت دارم میگم نه چکی داریم نه سخته ای یک کار خصوصی باشه داریم دیگه ببینم محل کارش کجاست؟ اتاقش کجاست؟ خدا رو رحمتش کنه محل کارش تو دفترمون در میکاندور مینوشت مرد؟ فاتحه؟ کاش میمو نه بابا هفتش ماهی که منتظر خدمته منتظر خدمت یعنی چی اسی؟ بعضی ها منتظر خدمت هم بعضی هم خدمت منتظر اونا خواب بقیه اونو سنگل طلب کرو اومدن اینجا پشکری قرانده کنو خودش عبو وجود رو تحکیفه کرد چه منتظر خدمتش کردن؟ عجب ناکسی به جون شما از تمام اعضای این داره از جناب رئیس بگی تا آبدارچی رو نامه رسون همه ازش طلب دارم خود من و همین خود من تو را 6-7 تو اون دستی 20-20 بهش دادن به این پس نرده میگم تو رو مولا جون جفتی بیاد اگه دیگه اینو پیداش کردیم به این شماره یه زنگی بزنیم شد این شبه 20 هم از بشه تلفون رسون کنیم بارا بابا خدا پدرتو بیامرزه یه مأموریت هم آقا بارمون کرد دعنه تا چیه این گسته خان بله ایوی خان نیوی خان آقا دعنه جاده آقا آقا با شما آقا خودت میدونی که من اهل سبزی پاک کردن برای هیچ تنابندهی نیستم برای اون گنده گنده هاشم پره خود نمی کنم اما نمیدونم تو چه حکمتی به کارت و چی به خورد من دادی که اینجوری محبتت تو تلم نشسته باور کن وقتی که فهمیدم از ایتالیا برگشتی ها برای دیدن این بچی که از شیر بگیرنش کلافه بودن خب دیگه اینم بزرگواری و بند نوازی خودت نخنه حالا اگه میدونیدم که بهت بر نمیخوره و ناراحت نمیشی همین الان این آشغالایی رو که ورداشتی از فرنگستون واسم سوغات آوردی مینداختن گردنت که ورداری بدن دختر چون من خودت رو میخوام سلامتیت رو میخوام ولا رخت لباس و زلم زیبو که برای من فراغونه خدا مرگم من گفتم شما به این چیزا احتیاج دارید من اینا رو آوردم خدمتتون که شما بدونین من هر کجای دنیا که بودم شما جلوی چشمم بودین و دلم هواتون کرده بود خب از هر چه بگذاریم سخن دوست خوشتر است نگفتی که این شادی و ماد آقای سالواتوری چه جوری تور کردی خجالتم ندیم خب دیگه پیش آمد و تقدیره یه روز تو شهر ونیز که عینهو بهشت خدا میمونه باهاش آشنا شدم من میخواستم از قایق که خودشون بهش میگن گندوله پیاده بشم یه وقت دیدم که یه آقای بلندقد خوشتیپ خوشچشم ابرو با ادب و نزاکت هرچه تمومتر دستش دراز کرد و دست منو گرفت من از قایق آورد پایین تو هم قرقمیش ایرونی رو به نابش بستی و ایمونش به باد دادی نه به جون عزیزتون نه اما خانم نمیدونین چه ادبی چه محبتی چه مهربونی اصلا مردم اینو باید برن تماشا کنن و یاد بگیرن باید برن یاد بگیرن اونم آخه کی؟ کسی که برای خودش تو ایتالیا یه روچ نه فقط 1800 تا کارگر تو کارخونه سیگار برگش کار باریکشن وقتی همچی آدمی مرتب دور بر من میکنه که دستم ماج میکرد پامو ماج میکرد به زبون خودشو قربون صدقه میرد برام گل میخرید اصلا چیزی نموده اون فیلم مجلس منو ببره و عقدم بکنه ولی من گفتم نه نه تو ایتالیا نه مملکت خودمون یه چیز دیگه
البته بگذاریم، من میخواستم بیام اینجا از دو تا بزرگتر مثل شما صلاح و مصلحت کنم. اینجوری که از درستش پیداست خوش چشم ابروه، مثل که قله و بد جای بند نکردی. شما که میدونین من زن دلمرده ای هستم. میدونم دلمرده. بعد از اون مرحوم هیچ که نتونست قلق منو دست گیره. هیچ اما یکی یه چیز دیگه هست، خوش قد و بالا، خوش چشم و ابرو، شیک. باور کنید وقتی که راه میره آدم میخواد کلافه بشه. به جون شما از وقتی اومدم اینجا یه شب نبودی که من خوابش نخواهیم. حق داری اگه اینجوری هم که تو میگی نباشه، باز هر چی باشه شوهر خارجی، شوهر خارجی داشتن یه چیز دیگه، خودش یه پا تشکته. راستی ببینم نگفتی واسه من که این گل پسه؟ نمیدونم بالا بگو دیگه. باور کنید وقتی دست من رو تو دستش میگرفتم قلب من باز از توی سینم در بیاد و پرواز کنه. هزیه رو پاک ایمونه دو به باز برده. گفتم همچین ترگل و ورگل شدی، همچین یه آبی زیر پوست دویده بلا گرفته. ببخشید خانم، آقای 93 تشریف بردن، اون اتاق تشریف داشته باشن یا تشریف بیارن این اتاق؟ بهشون بگید تشریف بیارن این اتاق. چشم خانم. این همون آقای 93 که گفتم مرد نازنینی، بسیار تحصیل کرده و با شعور و چیز فهمه، از اون گذشته امریکا و روس و انگلیس مثل موم تو دستاش داره، دستش به خیلی جاها بنده، زبون خارجی هم تا دلت بخواد سرش بشه. بهتره که کار عقد عروسی رو یک جا بسپاریم دست اونو، خودمون خلاص کنیم، اون بیشتر از هر کسی هوای خارجی ها تو مشتش. خدا عمرتون بده، من اصلا پا گیج شدم، اصلا نمیدونم وقتی سالی بیاد چی کار بکنم. به یه همچی آدمی که بتونه به کارهای سر و صورتی بده واقعا احتیاج داری. من میدونم حزیم هستی. خانم انور زمان، زن مرحوم اعتبار کلام، از دوستان بسیار صمیمی بنده. آقای 93 از دوستان بسیار محترم بنده هستن. باور بفرمایید آشنایی شما برای من یک سورپریزه. البته من از سالهای قبل خدمت مرحوم اعتبار ارادت داشتم، ولی حالا واقعا باید از خانم مفخم تشکر کنم که من با چنین خانومی جذاب و زیبا و با شخصیتی آشنا کردم. متشکرم. منم ذکر خیر شما رو بارها از خانم مفخم شنیده بودم، حالا خوشحالم که از نزدیک خدمتتون آشنا شدم. متشکرم. خب چه خبر؟ مثل که این روزا خیلی سرتون شلوغه، کم پیداست این آقای 93؟ بله سرکار، که از وضع من کاملا مطلع هستید. من در حدود تقریبا 10 روزی که از قزابلانکا برگشتم، مجددا باید برم بفرمانم. برای که اونجا در یک کارخانه بزرگ کشتی سازی یک سرمایه گذاری هایی شده که مجبورم اونجا باشم. فرلاندی فرلاند، تا کار این انور جون درست داشه نمیدارم پا تو از دروازه تهران بیرون بذاری. امر شماست. اگر واقعا وجود من برای خانم انور زمان ضروریست، پیش خواهد دارید من مسافرت به بعد میکنم. نمیدونم خبر داری یا نه که قرار انشالله به همین روزی ها انور جون با یک جوان بسیار ثروتمند ایتالیایی به نام آقای سالواتوری سالواتوری ازدواج کنن. ببین ایشون در قسمت کارخانه داری و اینجور چیزا، من فکر میکنم اسمشون شنیدم درسته؟ من سالی چند کارخونه داره، به طور کلی تو کارهای تجارته. یه کارخانه بزرگ سیگار برگ هم ایشون در میلان ندارن؟ والا چه عرض کنم، آخه درست نمیدونم، ما 2 روز بیشتر با هم آشنا نیستیم. خب مبارکه، انشاءالله به سلامتی این شاه داماد که تشریف میارم ایران. قرار همین روزا پیداش بشه.
ولی البته قبل از اومدنش قراره که تلگراف کنه که روز و ساعت حرکتش رو نخبر. پس یادم نره دختر جون، حتما به من تلفن کنی روز و ساعت حرکتش رو به ما اطلاع بدی که من به کمک آقای 93 به استقبالش بریم. حتما، من غیر از شما کسی رو ندارم. مزد. بله. الو، کیه؟ با من کار دارن؟ نه خیلی، منشی من از دفتر تلفن میکنم. بسیار خوب، حد بذار گذاشته بده. چی؟ نتونستی؟ احمق بیشور، برزه نداری. من چه میدونم؟ از من میپرسی؟ خونش، ادارش، جهنم. چیه؟ چی شده؟ مثل اینکه دنبال کسی میگشتن. بله، خانم مصدق هستم. من هر سال نزدیک عید که میشه بله بله به چند خانواده بی‌بضاعت کمک هایی میکنم. میکنه، 93 کمک میکنه. بزار لطفتونه. چند وقت پیش به من اطلاع دادن یک کارمند مفلوکی، البته خیلی آبرودار، پس زندگیش خوب نیست. آه، همون کارمند بیچاره. ما البته اونجور ما براتون هست. بله بله. من دو نفر از آدم ها فرستادم اینو پیدا کنن بیارن. حالا تلفن کردم پیداش نکردیم. آخ پیدا نکردیم یعنی چه؟ اصلا حرف قابل قبول نیست. خدا عمرتون بده. کمک کردن به یه همچی کسایی که روشون نمیشه دستشون پیش کسی دراز بکنن واقعا ثواب داره. نظر مرمت اصولا 93 آدم دل رحمیه. خودش هم که در این مورد چیزی میگه. 93 بگو ببینم یه شعری یه چیزی شرمندن میفرمایید خانم. البته من نمیگم، شاعر. بله بله. بنی آدم زوی یک دیگرند که در آفرینش زیک گوهرند. خانم هو آشغالی نیست، آشغاله. ببینم آقایین چه فرمایش دارن؟ ببخشید خانم، منظور آقای قاتبه اینجاست، جعفر قاتبه. ببینم آقا شما اونا رو اونو میشناسینی؟ نه، یعنی میدونی اینکه کار فوری باشه. الهی امیدوارم به زمین گرد بخوری. امیدوارم الهی خیر و خودی از خودت و سرت و بچت به حق علی نبید. الهی به حق علی مرد زمین فرد ساجب و آزمون لعابه. الهی هم دیگه من رو زدوندی خدا بزدوندی. مگه چی کار کرده خانم؟ چی کار میخواستی بکنی؟ نمیدونی زاغ دلم تازه شد. میدونی کرای خونه و پول آب و برقم و 750 تومن پولم و گرفته از من بیوه در خورده و زده به چاکت این زلیم برده. الهی امیدوارم همه اون پولا رو پول حکیم دوا به خودت رو زنی که برسک کنی. ایشالله امیدوارم تیک تا تیکه میشه. ایشالله بره زیر بازی پوشتای درش بیداری نبده به اقلی خیر نبینی پولی برای خورده این زلیم برد. بهش بگو که گرد میشم بیرون خیر ندیده ایشالله ببینی به اقلی. ای خدا ای ای آقا آی مشتی لوچی نه خیر جلس از خون بوده دار دماره رو افر رو دو دیار ای آقا با تو هم آهای آقا پدر بده از ساعت خواب کاری داشتی؟ پدر جون ما یه ساعت این شما رو برد منتظر آقای قاسمه مدیر منگاهیم بالاخره میاد نمیاد تکلیفمون چیه؟ از با دو ساعت احلاف بشه بچه بسن شاکت نظم رو رعایت کنیم. یه دقیقه نمیزن آدم تو خورش باشه، یه لحظه نمیزن آدم راحت باشه. داشتم برنامه لحظه رو میگیدم.
چی برای شما کارت دعوت فرستاده بود که تشریف بیارین اینجا؟ سامان آقا به جون شما اینا ما رو کچل رو میکردن بسته چی؟ از شب تا الان میگن ما کار زندگی داریم، کار زندگی داریم. کدومشون بودن از این جلفای نادره؟ قربان اجدر این درست های تمام عالم کار زندگی نداریم به جهنم در رم کار زندگی نداریم به اطفال و صفرین خب شرط مندم کار زندگی دارم کار زندگی شرط بنده که در این بونگا خلاصه نمیشود شرط مندم کلی با مقامات مهم مملکتی باید سر کار داشته باشم بر من کلی از کارهای و امور جوری و مهم مملکتی رو حرف فرد برمایم کار زندگی نداریم به بیندار خرشمالها آقا شما که تشریف نداشتین خانومتون قدس خانوم تشریف آوردن اینجا گفتن من میان تا شهر خیابونو برمیگم خیر خب باشه میخوام 70 سال سیو برنگردم قرش مونس نفر بفرست بله چشم آقا نفر بفرست امور شما شماره نو بفرم داداش این چه شیشه که داداش سرش بالا بگیر میشه آها ببخشید برو به قلدر سلام اس مراد اسم فامیل مرادپور نونت چای بیار قربان چای درست کردم دم نکشیده دم بکشه میارم خدمتتون خب مراد مرادپور مراد عزیز و مرادپور مرادت چیست جانم والا آقا ما بعد از مرگ پدرمون درست حسابی چسبیدیم به درس خوندن تا تونستیم امسال دیپلممونو بگیریم مفرین با معدل چند؟ عرض میشه 18 و نیم همچین زیاد هم معدل خوبی نیست معدل قولی ما فکر کنم در حدود 19.5 بود مونست این معدل قولی ما امسال چند بود؟ حالا در حدود 25-24 هر نکردم 18.5 زیاد قابل ملاحظه نیست زیاد قابل ملاحظه خب مراد جان میفرمودی دیپلم گرفتی خب عرض میکردم بله عرض میشه از طرفی مادرمونم یه پولی جور کرده و میخواد به چشمی خاله هم به خاله سلام برسن مرسی متشکرم چشم میخواد به چشمی خاله هم که دخترش فرستاده اروپا و هر روز میاد خونه ما هزار جور پوز میده و قمپوز در میکنه ما رو هم بفرسته که به درسمون ادامه بدیم تا بیه جای بره حضورتون عرض میشه یکی از رفقا میگفت شما اینجا از دانشگاه خارج پذیرش میتونید اومدم خدمتتون در حق ما هم یه لطفی بفرمایید اشکال ندارد مراد جون اشکال ندارد به مرادت میرسی مراد جون اشکال ندارد ما در اینجا در داخل این کمپانی کلیه امور خلق خدا رو محضن لو نه بابت جیفه دنیای و مادیات ها فرفور انجام میدیم اصولا جیفه دنیا پول چرک دست است از این چرک دست هرگز مراد جان از چخ بنده میشتمی دنبال جیفه و مادیات مادیات نباید ولی مراد جان میخوام ببینم چرا تو میخوای بری دنبال دست آره قربان خب برای اینکه سطح تحصیلاتون بالا بره صحیح یه مدرکی بگیریم سری تو سرا دراریم و بی جای بره اشتباه شما درست دقیقا همینجا اشتباه؟ بله برای اینکه اگر دلت میخواد سری توی سرها در بیاوری و به جایی برسی و بیا و بروی داشته باشی این راه راش نیست این راه راه اشتباهیست این راهی که شما داری میری به ترکستان است بله یعنی چی آقا؟ یعنی چی ندارم؟ پس چه کار کنم؟ البته شخص بنده برای خودم میگویم وگرنه فرستادن شما به خارج برای شخص بنده مثل آب خوردن است به خصوص به سان فرانسیسکو مونس در روز چند نفر به خارج میرون ما میفرستیم من هر روز اده دسته میرن سان فرانسیسکو برمیرن بفرمو مثل آب خوردن است فرستادن ولی میخواهم یک سوال بکنم
چرا وارد عالم و هنر نمیشه؟ عالم و هنر؟ بله دی یعنی اشتباه شما درست دقیقا همینجا بادم اشتباه بله برای اینکه خلاف فرض مبارکتون رسوندن شکر میل کردن برای ورود به عالم و هنر داشتن هنر مستحب است اما واجب نیست یعنی اگر خواستی یک ذره یه پشت نخونی هنر داشته باشه خب داشته باش اگرم نداشتی خب نداشته باش گور پدر عالم هنر بله آخه ببینید آقا من اصلا هیچ کاری بلد نیستم بکنم کار زیادی هم نباید بکنی ملا جان همچه کار زیادی هم نداری که بکنی ریشش را که داره ریش؟ بله برای اینکه برای ورود به عالم هنر داشتن ریش خودش 50% کار شایدم 70 بله ریشش را که داری یه گوشه چشمی هم خمار میکنی یک دو سه عدد شایه عشقی و ناموسی هم راست یا دروغ دنبال خودت را میندازی دو سه عدد علا و ونیکات هم از گلگردن خودت همچین آویزان میکنی این پشم پیله سینه هم از چاک پیرن ور میدی بیرون یکی دو دست هم کچلوار از لباس ها یعنی از پرچه های زنانه منگولدار میدوزی انشالله به همه جا میرسی هانی؟ بره؟ بره؟ برای اینکه خداوند عالمیان به کلیه بندگان خود همگی از دم گشت یک نیمدانگی صدای خدا داده مرحمت فرموده است اون نیمدانگ صدای خدا داده را هم به کار میندازی انشالله به خیر خوشی و سلامت مثل برق و بار به همه جا میرسی از همین بونگاه خودمان شروع کن از همین بونگاه خودمان شروع کن وگرنه بدبخت بینوا بدبخت مفلوک تو تا که باید بنشینی فسفر مغزت رو بسوزانی دود چراغ بخوری سینوس و کوسینوس رو داخل این فرق سرت بکوبی تا به یک جای برسی بدبخت بینوا ببینید آقا بله اولا بیستاری ها که شما میگید نیست ده ثانیاً بنده حقیقتا به درس خوندن علاقه دارم پس بفرمایید شما فطرتاً پستید فطرتاً پستید و لیاقت رسیدن به مراتب بالا را نداری وگرنه این شکر را این خورده شکر را پیش من میل نمی کردی همچین قندی را در حضور شخص بنده نمی شکستی آخه مردشون اون ریشت را ببرن مردشون اون ریشت را ببرن لااقل به شعر شاعر توجه کن شاعر در این مورد می فرماید اگر درس خوندی مراد اگر درس خوندی مراد گدایی کن هنر پیشه کن تا خدایی کن دهن باز کن حالا نه نادرسه تمام حالا دهن باز کن دو تصنیف بخون اگر میل داری اراجیف بخون قبولت کنند و به بالا برند به کاباره و عرش اعلا برند منظور شاید در اینجا از عرش اعلا همانا نوک آنتن تلویزیون هم ولی قربون مثلی که شما متوجه نیستین که یه شعار دیگه هم یه جای دیگه گفته توانا بود هر که دانا بود به دانش دل پیر برنا بود دده 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 یعنی شما فطرتاً پستید مجدداً عرض کنم فطرتاً و خانوادگی پستید آخه مرد شوره ریش برده جلف خدا این شاعری که این شعر را گفته است این شعر را برای زمان خودش گفته است اون شعری را هم که شخص بنده به عنوان یاسین توی گوش شما خوندم شاعرش برای زمان خودش یعنی برای همین الان برای بنده و شما فرموده است خوک بر سرت کنن پس توی مدرسه آخه چه درسی خوندی؟ توی مدرسه به شما چه نشان دادن؟ رابط چیز دیگری نشان دادن؟ آقا ما دیگر نشان دادن جبور اینقدر شفق نباش حرف آقا رو گوش کن آقا نبض روزگار تو دستشه خودت میذار در اختیار آقا تا به یه جایی برسی اصلا میدونی چیه؟ من اینجا میگیم برای دوتا شعر و آهنگ درست کنن دیگه آخه عزیز من قربونه برم شعر و آهنگ ساختن پول میخواد مفتکی که نیست پول نداری؟ ندارم میدیم رفقا برای بدوزن چون شعر و آهنگ مشروبه دو خاصیت داره خاصیت اولش اینست که پول بالاش نمیدی خاصیت دومش هم نیست که بیشتر به دل میشینه سر جوونا میفته آدم کیف میکنه لذت میبره عزیز من
نوکرتم اصلا این حرفا یعنی چی شما میزنید؟ آقا آدم میشونی؟ بنده اومدم برم دنبال درس معلومات. آقای مونس چی شما میزنید؟ آقای مونس کنفرانس کن قربان. چرا اینقدر روابط عمومی شما با مشتریان بونگا بده؟ ببخشید آقا. خوب این پسک آمده است بره و دنبال معلومات و درس. این پسکی میخواهد سطح دانش و معلومات و بینش خود رو همچین ببرد بالا. بله زبون نفهمی از صبح تا غروب سر کله بذارم تا یک وجوهاتی به دست بیارم و به حلق شما بریزم. حالا هی بگو پول بده و هی بگو پول بده. اینکه تو هم خیلی دست بگی و دست دل بازی. بیا جلو دوتا کرم زیر چادر منو سیگاه بکن. ای اوخ کرم زیر چادر شما چه کار میکنن خونم؟ تو چه دست؟ تو چه کله میکشی مانو کنار؟ ببخشین خانم نگاه کن این دوتا کرمو رنگ زدن آب اینجا ماهی بینم قلیم سرما خورده خیلی خواستم از پله افتاده نه بابا این چیزا نیست قمر رو از مدرسه بیرونش کردن بابا به چای سر خورده طوریشون نیست صبحی که رفته بودم اداره اون چنده قد و بودن آسیز منتظر خدمت دو بستونم گفتن که دوتا آدمی نه تراشیده و نه خراشیده اونده بودن اداره آقا نیسته که این چون آمده میگرفتن اون وقت اون رو با خانم همسایه خونه سابقه مونم همون رو با که چخمنده هر وقت رو میدیدم میگفتم رو با در شخص بنده و بل شما کبابه همون الهی آچه نخیری کار با اون دلی شخص شما بخوره گوش کن ببین چی میگم همون رو با با هم میله میاد که اسم رو با بابا تو پول دیگر تو پول کارو خودمون خور اینجاش تو دندان سلا نفش اینجاش هست بله به بازم نیشونی ها چه بده چه فهمیدم روبا چه گفت روبا گفت قاسم بگو خودت قایم بکن صبحی دوتا آدمی لنده بود اومده بودن تو محل آسان آمدو میگرفتن منو میگی اومدم بهت بگم این اینا کی بودن اینا چی قاضی بگی رباب جان قاضی جان از اون ها نیست از اون باز ها نیست که بین بیت ها بلرد بله بگم کی بودن اینا بیا بگیم بیا بر برم بیا قاضی جان گر قره قاطبه بیا بیا قرش جان بیا بشین این ها رو شخص بنده میدانم کیه این ها رو شخص بنده میدانم آقا این ها کشور خارجی هست نمایندگان کشور خارجی هست آخر مدت زمانیست آقایان مدت زمانیست که یه چند تا از این کشور خارجی مکررن و مجددن هی به شخص بنده مراجعه میکنن و پیشنهاد مینمایند که یک سر هفته ای شخص بنده برو من نمایندگی قطبه عالی محترم اونا رو قبول کنن میگوین ما آدمی را که لیاقت و جربزه و سر و زبان داشته باشن نداریم قطبه جان تو بیا بپذیر اما شخص بنده تو بحال گفتم نه تو بحال بانا جواب سر بالا دادن نادرست های قراش تمام عالم میخوان شخص بنده رو مفت و پونسد ببرن نماینده ثابت دائمی و غیر قابل تعویض خودشون بکنن حالا قدسی جان تصور میکنم این دوتا قراش این دوتا نادرست از طرف اونها اومدن دنبال شخص بنده میگردن که با شخص بنده وارد یک مذاکراتی بشوند شاید از مونس کار دارد مورد مرحله جد
بله حلقه محصره رو دارن تنگ میکنن. حالا چکار کنیم آقا؟ مگم نکنه تلیب کارا باشم آقا حکم جهدی دومده باشم. آقا گمون میکنم خوانندگان رادیو تلویزیونم رفتن شکایت کردن. آقا خوانندگان رادیو تلویزیون خوانندگان محترم رادیو تلویزیون که همگی از دم گرد از خودمونم اینها آقا همون بلوک شرق و همون بلوک غرب شاید اینها خونه به شرق بنده پیشنهاداتی در مورد نمایندگی دادن. آقا شرق بنده عادت اینا رو میدونم اینها اگر چیزی بگوین انسان قبول نکند بلفور وارد مرحله زور میشون. زور بلفور شروع میکنند به دوختن پاپوش. بابا ما همه چی زورکی دیده بودیم الا نماینده قطبه عالی محترم شدن. راست میگه والا میگه خودتی هزار دفعه بهت گفتم این سیاست پدر و مادر نداره اینقدر داخلش نشو. خانم شرفنده چه تقدیری دارم آخه شرفنده چه تقدیری دارم این کله شرفنده این مغز از روز اول خلقت سیاسی به دنیا اصلا مغزش که مغزه اصلا شرف بنده آقا چه تصویری دارم شرف بنده از کجا بتونم که در دنیا قهر و رجال است اینقدر نماینده خوشبیان و خوشزبان و باسواد و باشعور کم است اصلا به جان همگی شما ازم جان مونه قدسی بمیرد هنوز جیمی به سر کورتر تلفن را زمین نگاشه هست همون تلفن در مدار تلفن مستقیم به جیتکور نوه سیستم شروع میکنه زر 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 به شرط برنه زنگ بدن درسته من به باز و جندیو باز و جندیو خدا به سر پیدست هنون انور به سر سوداد کارش تموم نشده هرمون فرموت کار اشمی شروع می کند به شخص بقیه وعده و این دادن که هنگون با مزایای مصمی به سر جزی مو می دهد. خب شخص من دو خودم که نمی کنم چهر تیکه بشمم از اون مدشته خود ما در اینجا سر سامانی داریم مقامی شخصیتی میزی پستی پابلوی مدیریتی ما باید شما پیدا کنیم شما باید من رو همه کنید
اگر من از نمیشنه پیدا کنی ممکنه بعدن آقا خدا من از سرم که مردی رو نمیشنازم با دیشو ریخ بشم با خواهد به تو سرشم کردن اصلا پای من رو توی سیاست میازه داخل نکنی آقا با خدا من بنده و دقیقت رو نیم قد دارم که یکی داره شیر میخوره شما مثل چه قدر گفتیم اون برشه کسی ها تلاغ شما قدم رو بیرفتی که ایزیون آقا به خدا قشم من از کمیسیون و سیاست و یه حرفا هیچی شهر در نگیرم تو رو خدا به من رحم کنید آقا اگه به من رحم نمی کنید به این بیچاره این مخمرتب نگید به اون بچه رحم کنید اما اصلا این خاطبه کل پول منم خورده یک به دست دوخته و شالاتانی که خود در این نا جون قطبه جان شما جویزه بله چقدر جایده ما پولی نیستش شما برنده خوشبخت جایده ممتاز ما هست ممتاز چقدر پولش ممتازم جایده ما پولی نیست جایده ما جنسی جنسش چطور از چرک تو بعد عزیزه دل من شما برنده هزار عدد قابلمه شدیم قابلمه بله قابلمه قابلمه در میومد مگر قبلم هم جویزه؟ ما باید قبول کرد که ما به ما زیاد اهمیت چندان نمیدیم بلکه سعی میکنیم در توزیع جوایز خود به ما زیاد اهمیت ندیم و از لحاظ سطح فرهنگ عمومی مردم رو بالا ببریم و تا بتونیم به اجتماع خود از نظر معنویت خدمت کنیم حالا دیگر قبلم هم جز معنویات شد پدر بیازمون سطح فرنگ و همچی قلومبه می کنه به افتخار قابلمه ای کنه بهترین متخصص این کار همون سوئیسی هست همون که عمر عمل کرده به جون تو کارش محشره عمر اصلا سینه ندار صاف صاف اما حالا بیاره نگاش کن این نه اون سوفیا لورن شده بلای بلا ای خواست بری اروپا بیا آدرس که من بگی خودم هم میخوام برم پیش اون عمل کنم چی؟ سینه ها تو؟ وای نه بلا بگیری الهی دماغم رو آخه نوکی دوباره مثل سابق داره سرطانینی میره میخوام ببرم بدم حسابی ببرتش بالاین گیری آخه میگن عمل سینی سرطان میاره بی خود میگن جون سیسی دویست از بچه های خودمون عمل کردن کس اینا نگردیده دکتری یه چیزی مثل پلاستیک اون تو تطبیق میکنه سینه ها این توف میشه به جون تو اصلا هیچ ناراحتی هم نداره خردیش هم 25,000 تومن بیشتر نیست تازه چی؟ هما این دفعه پوست به صورت هم داده عمل کردن داده کشیدن والا به جون تو 20 سال تموم جوون شده صورتش یک چیز کوچیکم نداره صورت عین برگ گل فهمیدی؟ آخه میگن جای عمل جای بخیاش همه میمونه نه بابا اصلا چرا واسه چی جای بخیه بمونه صورتش این دکتر سویسی میدونی چی کار میکنه؟ الان بهت میگم نگاه کن از اینجا پوست صورت میگیره اینجوری میکشه 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 بعد میاره پشت پیش بخیه میزنه بعد تازه از اینجا میگیره میکشه میاره زیر موها بخیه میزنه بدون تو اگه یه ساعت هم با هما عشق بازی کنی نمیفهمی که بود صورت چه داده عمل کرده همینه که زلی مرده اینقدر تو دست سر زبونه افتاده ها خانم داده خودش هم باورش شده که جوونه
چپ میشینه میگه ما دخترها فلان شب رفته بودیم پارتی. راست میشینه میگه دخترها با ما این اتاق را می بازی کنن پیر پاسلک برن اون اتاق تریاد بکشن. در این مورده دیدی هر کم جایی تو باشی یه ایتالیایی با اون چشم ابروی ماهش تور کرده باشه نه باید هم احوال رفقا رو بپرسه. خب بگو ببینم ولی ماهات رنگ کنی ها شرابی یا بردو؟ نه مشکی پرکلابی ایتالی اینجوری بیشتر دوست داره ولی سیلورم خیلی بهت میاد دخترم. نه روزی جون مشکی خیلی از که چرقی بیشتر خوشش میاد میخوام هم نکوب کنم کوبا کنم هم در که مشکی کنم هرچی دلت بخواد واسه درست میکنم. جانم اون کمیلی چی شد درست کردی؟ آره جون تو خیلی معرکت بود دمو ببین میبینی چقدر لطیف شده سه روز همش مطرف کرد معجزه میکنه جون تو. پس یادت باشه یه بوشی که بر من نگه یادم من برات گوشتم کنار موقع خواهد بری یادم رو بهت بدم یادت باشه که پس برداشت رو بگیم منو خال متخم نمیده که تشوار کنی بخواه خبری یه طرف داره میاد بله گرفته یه سبتی تلگرامش رسید که نوشته بود دیگه بیتاقت شدم تو 48 ساعت دیگه من تو فرودگاه مهرآباد آه حالا کته بجونه تا اونم با هی تو چشم من یادم از بخانم مفخم خبر بدم از جایی کن تلفن برد آره عیسا میتونی تلفن کنی تا دو تلفن کنی من هم یه تر میرم پیش بچه ها بگو تو وای فردای تو آقا مهران شمایی؟ بله من هستم سلام خانم تشک دارن؟ خواهش بکنم روی چی دارم قربون شما متشکرم. بله برای همین خدمتتون تلفن میکنم میخواستم همین موضوع رو عرض کنم. بله یه خطی تلگرافش رسید نوشته که تا 48 ساعت دیگه ساعت 11:30 صبح به وقت ما تو فرودگاه مهرآبادی. قربون شما. بله من و تو 93 با هم میریم استقبالی. آره عزیزم تو ناراحت نباش. خداحافظ. الو بده اون 93 نونور حرف بزنه. کی؟ من کیم؟ منم تعظیم عرض میکنم امری بود؟ ببینم این مسکه عوضی خاطبه رو پیدا کردی یا نه؟ یعنی دوزی کنیدم آلپا بزنید لیاقت کارهای بزرگتر و نیمه آبدارتر رو ندارید حد و حدود شما کنار پیاده روها دزدی کردن و نون و لبو خوردن اجازه بفرمایید قربون ما برای پیدا کردن این مرد کوتاهی نکردیم بلاخره اصل قضیه اینه که این بابا ما هر حرفا که داریم میزنیم قصه کلثوم نیست دنیایی که ما زندگی میکنیم روش های پیشرفت و مطمئن دیگه به کسی اجازه نمیده که بگه این کارو میشه کرد اون کارو نمیشه کرد درسته خورم همه کار شدنی و ممکن بله خورم بله ما هر چی که گشتیم دنبال این قاتبه این عین یه چی که آب شده و فرو رفته تو زمین هر دو دنبالش میگردیم این گندی بالا آورده و قیبش زده تو این بیچارتای جایی نمونه که ما درده در دنبال این آدم نگردیم ادارهش میریم منتظر خدمت شده خونهش میریم میبینیم کرای خونه رو خاطبه هست مرخص میگیم یعنی احمقانه مرخص میگیم این چیه رو میزنم بندک ولی حالا نیست باز کجا؟ تو دست رو برد شما
اگر تو دست من نباشه تو جیب من پس این فندک وجود داره یا رو میز من یا تو دستم یا تو جیبم یا جایی اگر مصرانه دنبالش بگردی میتونی پیداش کنی این قانون حضور اشیاء جامده جامده چی؟ یعنی فندک قربان درسته ولی قاطبه که فندک نیست که آفرین آفرین قاطبه فندک نیست پس پیده کردنش از فندک راحت تره چرا؟ برای اینکه از فندک بزرگتر و پرسر صدا تره اصل مسلم اینه که من تو همین شهر بیخ گوشه ما یک گوشه ای بندگی میکنم پیده کردنش یک ذره لیاقت و جرگزه میکنم ولی قربان باور بفرمید ما جایی نبودیم اگر سالفرداد رو قاطبه صحیح و سالم توی این دفتر روی این صندلی ننشسته باشه براتون میگردونم به همون آشغال دونی که از اونجا کشیدمتون بیرون ولی قربان بهتره هیچ وقت آخرین و شریفترین شغلتو فراموش نکنی فروختن بلیط بازار جلو در سینما ها بود و تو بهتره هیچ وقت اسمیری که بچه های پای خط روز گذاشته بودن فراموش نکنیم ایدی گرد ایدی گرد مرخصی خونام بازی آی زلیخو گفتن و یوسف شنیدن شنیدن که بود مانند دیدن اهالی محترم هم شهریان عزیز شهریان چیه؟ شهروندان عزیز شهروندان دیگه چیزا شهروندان لغت جدیده آره شهروندان شیشتره اهالی محترم شهروندان عزیز بزرگترین اصل زندگی نظافت است و بزرگترین اصل نظافت نظافت و پاکیزگی پتو می باشد پتو در واقع اگر نظیف نباشد که دیگر پتو نیست می توان گفت به اون رب پتو بنابراین شخص بنده به عنوان نماینده ثابت و دائمی و غیر قابل تعویض و دارنده حق رأی ثابت قطب عالی محترم و برنده جایزه خوشبخت هزار عدد قابلمه میکنم باید از نان شب بزنید از مخارج عشق کم بکنید و پودر پتوشویی پیپ خریداری بفرمایید اهالی محترم اهالی شهروندان آقا جان چه خبره که بخر هر روز و هر شب یکی پیپ پتوی چاق خورد با پودر ما لیف شهروندان عزیز بنگاه شادمانی فاطمه و شرکا همه گونه هنرمند تراز اول تراز دوم تراز سوم را برای مجالس شادمانی در اختیار شما میگذارد آدرس بنگاه شادمانی اکرامی نگر دست سلیمان پتوها را به دست پیش بسپار اهالی محترم اهالی محترم هنرمند معروف ما مخمل به کارگردانی هنرمند کوچا بازار مونس در مجالس شادمانی جای دوست دشمن شما و کلیه مهمانان گرامی شما را شدیداً نشان میدهد و مشت محکمی به دهان یا و گویان میکوبد شما که همه چرا راجع داری مصطفی انصر صحبت میکنی راجع به چه صحبت کنم آقا مگر در بار چند مرتبه میکروفون مجانی به دست آدم میافتن آقا جان اینه بسیار تبلیغ راجع به قابلمه قابلیت قابلمه چه قابلیتی دارم که شخص بدن راجع به اون صحبت کنم اصلا آقا جان بیا که بارا دعیت بگیری دعیت بگیری آقا دیگر صحبتی ندارم راجع به قبله من هنرمند ما مخمل هنرمند عزیز ما مخمل به کارگردانی مونه نه 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 از رو 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 نیچ بس آی میانون همه اشیار کانه آقا بودا برفا دو بزنم میانون همه اشیار کانه که گرد آمده ای در این زمانه فقط این قابلمه باشد وفادار به هنگامی که برمیگردی از کار
خواهش دارم، خواهش دارم. فنون پخت و پرد از بر بداند، درونش نان سنگک تازه ماند. هر آن چه میپزد خوب است و معقول، برای عشق نظرفیست معقول. خواهش دارم، خواهش دارم. کند کوفته محیا با شاره، نکن با چشم تحقیرش نظاره. هزاران دیگ از او تر نوکر او، کجا باشد پلو پس همسر او. نه سوتی می کشد نه داد و فریاد، اصیل است و به جا مانده از اجداد. نه جلف است و نه سوغات فرنگ است، نه منتاج است و نه پرسنگ و فنگ است. پتو و قبلمه هر دو شریفند، که از یالان خوب پودر پیفند. آی بونگو شادمانی باطمه و شرکا، اصیل تری هنرمندان تراز اول، تراز دوم، تراز سوم را در عصر اول با ناظر ترین قیمت در اختیار شما می گذارم. اگر خواهی نگردی چطوری ما پتوها را به دست پیش بسپار، مجالس خود را به دست قاطبه بسپاری. در دیب و در کی به منزل میبرم یک بحره با اون دو آی زورک و مردن و یوسف شنیدن شنیدن که بود این نگرم شکری بابا مونه که از من دبا در مجال آی هنر مند عزیز ما مخمر به کار گذرانی همه هم شهری ها در دیب و در کی به منزل میبرم. سینیور سالواتور سالواتوری صاحب پول، ثروت و کارخانجات بزرگ در ایتالیا. واقعا عجیبه. کجا جدیده؟ همه چیزه. سینیور سالواتور سالواتوری 38 ساله اهل زمین. حرفه اصلی دزدی، کلاهبرداری و فریبتن پیرزنهای پلیس و ثروتمند. قد بلند، باری، خوشتیپ، خوشترزان. سابقه محکومیت 4 بار. 7 سال و 6 ماه در زندان بوده، فعلا هم تحت تعقیب پلیس بیرون میمده. این عاشق دلباخته ایتالیایی کار اصلیش اینه که در شهرهای توریستی مثل ونیز، ناپل، روم میگرده. در یک فرصت مناسب و رومانتیک پیر زنای توریست و ثروتمند و که احیانا جیگرشون برای شوهر اروپایی لک زده به تور میگنه، بهشون اطلاع عشق میکنه و اگر موقعیت هم اجازه بده باشون ازدواج میکنه، تمام مال و ثروت و تمولشون رو یک جا بالا میکشه. خب حالا تکلیف ما در مقابل این قاچاقی که پس فردا از آسمون نازل میشه چیه؟ تکلیف ما کاملا روشن. برای اینکه برگ برنده تو دست ما هست، حالا ما میدونیم با چی طرفیم و چجوری باش تا کنیم. ولی به نظر من تمام این زحماتی رو که جنابالی کشیدی یک خفاسی ارزش نداره. برای چی؟ برای اینکه تو مار عینکی ندونستی هنوز رد پای قاطبه رو که میبایستی رول اونو بازی کنه و جای اونو بگیره پیدا کنی. از این حیث خیالتون راحت باشه، من به شما قول میدم فردا تو همین دستم رو همین صندلی قاطبه رو به شما تحویل بدم. حتی اگر مرده باشه جنازش از بهشت زهرا میکشم بیرون. جلو چشم از مفتد این دیگه به چه ما نظر زدن یه صبح تالا یه روان وقت میزنه دو زمومه در همی میگیره. فکر میکنم گوشش درد میکنه، نمیتونن که آدمو ببینن. حالا خیال میکنن با این رضاست قابلان یه فیلکی تو برده سرمون به عرش رسیده. بابا همه احیزم از فهم میگن که شما جایی به ایمان داده برده.
ایوه بزرگ بفهمن دکترم، بزرگ بفهمن نادر به تمام آلم فرزادت دقمک شوند. بزرگ بفهمن شوند ایشای تو حجرهیم سرخونه اومده بود در این اتاق ما شو توی کت کرده، سنگه سنگم که شما بیلیده دون ورده آمی باسته مومه کرایه رو تا دیناری آخر بده از ماهی آینده هم دیگه تو من بذاریم رو کرایه دکتر زیادی مفرمو زندان بس درسته نباس بچه بخوندنه چه تو خوره در خود بزرگتر میکنه؟ چه؟ تو میخواستی با قومنامه یه چنه در قومنامه بهش بدی اصابه شو با قومنامه به اوتوبیس میکردی یک طوری میزه زده راسته کنی؟ یادم نباید بعد از اون میبرد داخل زیر زمین یک عدد قومنامه بر میداری میبری به جای احزمانه به بابای محترم مدرسه میدهی شخص مدرم بکر میکنم خیلی خوشخوردش من شخص مدرم بکر میکنم بابای مدرسه از تو میتر خوشم میاد قابلمه اما قابل من که بده این وصفر ایشان زیاد است مگر بابت ایرانه از ما چکت زفیدم زا گرفت است عجب خویت ایستو بسید خبتی حساب این یدونه بخار و مزاحتن نانوه اینا هم میخواستی با قابل من بدی قابل ما رو یکی 15 تومن مایکاری حساب میکردی باشون بره از که پاره چی؟ قابل ما رو یکی 15 هزارم دونه چی برمیدارم سیاکرده خودم این بچنج رو نشون دادم به سفرش بردم نشون دادم میگم میارده من فکر میکنم این شرکت پتوشویی چیست این قابل ما رو چکیه چیه تا من رو چیه سده جلده ای جی خواب بسترشان کنم من یه جایزی ممتاز هم فهمیدیم نادرسته جیم بابا یک دوان رو برید بابا خانم فردا این گفت که حساب فردا به یه تخت سیلایا من عرض موزه به این مدرسه آب و چیزی سیل درست کنید خانم کاردستی؟ بله از قرصت قدم خانم محترم کردستیتون بگو پدر این جانه آقای قاطبه برنده جایزه ممتاز هزار ادب قاطبه سلام فراوان به شما خانم محترم کردستی رساندم و گفتم خانم عزیز کردستی چشم به روی چشم دند ما نم چشم ما گور هر چقدر بخوایی تختت به لوی علمویی میخریم و میدهیم اما شما مرتفوزن دستور بفرمایید بچه های ما به جای بازی ایفل یک بار هم با این تخت طلایی ها یکی از ساختمان های قدیمی با آثار باستانی خودمان را درست کنند ولو به خدا دیگر از دست بازی ایفل داریم بالا می آوریم کلید بازی ایفل، سرکلیدی بازی ایفل، گردنبند بازی ایفل، جوراب بازی ایفل، پیرنج بازی ایفل، زیر سیگاری بازی ایفل آه یعنی این سرمون بازی ایفل اصلا شب بعدم میخواهم پیشنهادی بدم آقا یاد نرود بعد و صبح شب منده باید برم من به تلویزیون میخواهم به تلویزیون پیشنهاد دهم که این موضوع برج ایفل و آثار باستانی در برنامه محترم این سو و اون سوی زمان تلویزیون مورد بحث و گفتگو بگو مرگو و فوش و فوشکاری قرار بگیرد بابا بلاخره پول میده شخص بزنی یا نعنمونی بخرم یا نه؟ قرش بابا برو از داخل زیزامی قربونه به من گفت دونه قبلمه بردار ببر به میرزا محسن سر کوچه کتاب فروشی بده کتاب فروشی میرزا محسن یاده نروت ها بگو بابای عزیز شرفنده از فرام رسندم و این قبلمه رو دادم به جایش تخت سلوی و عقمایی بکنم ایجا قبول نکرده قلط میکنم قلط میکنم قبول نکنم این جایزه ارزش معنوی دارد افتخارش مهمه کتاب فروشی که عرق فروشی نیست کتاب فروشی باید به همون ارزش معنوی دل خودش رو خوش کنه طولم نداشت نداشت به جهنم در رو به سینا روشی خواستی شخص بنده امروز قرار است از طرف شرکت پتوشویی پیف با شخص بنده در راهیه یک مصاحبه کاملی بشود و عکس و تفصیلات شخص بنده هم در روزنامه ها به چاپ برسد و به خصوص به نطق رابیون و فصل این قرارات شخص بنده بکنند همین حواری هم برای خاطر این قبل ما بله بابا تو رادیو را دبه کسی را دخل کنید قبل بابا رادیو این که چگونه هموی سعادت از سر شخص بنده نشست و برنده ممتاز تو به هزار عدد قابل من شده هم شده سر کشید چه همه های ساده چه همه های ساده یادم نرود بعد از اون کلیه همسایگان و در همسایه و خیشان و دوستان و آشنایان رو بعد از اون به سر به شربت و شیرینی دعوت کن به منزل چی کار؟ بعد دعوت کن به منزل بعد رادیو را هم از همون اول باز بگذار یه حفظ آب بده بهش
یک هفت عدد روزنامه امشب هم بخرم چیم تو بیر دست و بایدم میشینم چیم بایدم بایدم تو ببینم اینو آره رادیو هم بلند باز کنیم خاکه چیم شبت چینی مفصلی هم بده دیگر مرده حسابی همه یه قبل مارم بسوشیم خیلی این تو بسا در نیمی ها جانم یا به درق کنم به جهنم در رب اصال صفری نتیجه یک خور مهم نتیجه آینده نگری سرات میشونم خدا به تفرات آینده نگری ندارم خانم عزیز شما دخل شما نیستی نمیدانی خلق الله برای یک ذره شهرت به چه کارهای تندر میدن برای تندر میدن هستند بسیاری افراد که حاضرن خودشون را به خودشون هزار نسبت ناروا بدن معتاد و قاچاقچی معرفی شوند حتی زیر ماشین بروند هزاران شایه عشقی ناموزی دنبال خود راه بندازن برکتا خلقالله اونها رو فراموش نکنن یعنی عکس تفصیلات اونها در روزنامه شد چون به خلقالله اونها رو فراموش نکنن فراموش ننماین یاد نرد همسایگان رو به خصوص دعوت کن میخوام چشما یکی انقدر بابا خوری بزند بیرون خوش کن خدا شرط بنده هم فرارت بروم دیگه چند را قبل من زیستانی بردارم ببرم به در همسایه بوبا بدم و بان هم این خبر به احساس هستم و براسورم به نحنی از تنها حالا برا توب ببنده یه قبل مای سر خورده چند قدر بیشتر می برم جون قبل ما نبایی نخونه عرق بخوریم چی؟ عرق شخ بنده شبم زود بیای خونه به خدا آقم بیو خدا اگه دیر بیایی آز به همه بیگستی بده خواهش دارم برا دهنت آب برا دهنت آب کسیارم راحت باشم بیشتر نیمی برم جون آقل ما نبایی بخوشه عرق بخوریم کی؟ عرق شخمندم شبم زود بیای خونه به خدا آقم بیو خدا اگه دیر بیایی آز به همه بیگستی بده خواهش دارم برا دهنت آب برا دهنت آب کسیارم راحت باشم زود بیا بعد از ظهر به کلیه همکلاسان عزیز و کلیه معلمان محترم خود اطلاع میدهید که روزنامه را بخرن و به خبرات و تفصیلات و برنامه‌های تبلیغاتی رادیو هم گوش بدن. ولی خودت میتونی یک اعلان کوچولو درست کنی، یواشکی یواش بزنی توی تابلو اعلانات مدرسه، بالاش هم بنویسی مژده بشارت. خودچی امشب شخص بنده زود برمیگردم، زیاد پیاز میل نکن. آخه مگه خروس لاریه؟ گفتم شاید همینجوریه. الله بفرمی کنی. مرسی عمر. ببینم 93 تلفن کرده یا نه. نه خیر خانم، اگر میخواین شمارهشو براتون بگم. نه خیر لازم نکرده. از این حبیب شوفر خانم انورزمان پذیرایی میکنی یا نه؟ اختیار دارین خانم، ما کوچیک علی بابا هستیم، وقتی خانم انور و زمان تاج سر ما باشن مسلمه دیگه رانندشون سربر بنده هست. خیلی خوب، نمیخواد بربر زبونی بکنی، برو بیرون. متشکرم، با اجازه. به این زبونش نگاه نکن، یه پارچه آتیشه. باور کنین تو این خونه هر کاری دلش باشه میکن. اصلا ششتانگ حواسش پیلوسته نیسته، مار از بغلش رد بشه یه وجب از دومشو میزنه، چه برسه به مخارج خونه. چی کار کنم؟ یه الف بچه بوده بزرگش کردم همینجوری رو دستم مونده. اما خودمون نیمم چی اینجا افتاده و روبرا شده ها. خدا مرگش بده، اینقدر نازنوز داره که نگو تا بهش بگی برای چشمت ابروه. خانم اگر اجازه بدید میخوام برم زن بگیرم، بالاخره هر کسی آرزوی بچه دار شدن داره. خاک بر چه بی چشم رو. خب اینا همه شون همین دارم همه شون باورت همین همین حبیب رانده من از وقتی که شنیده من میخوام با سالواتور ازدواج کنم نمیدونی چه بساطی داره بود. چه غلط ها، تا شب بهانه میگیری که ذره به دیوار بیفتی. دیگه یادش رفته که اون راننده است و بنده اربابش هستم، خیال میکنه با زن عقبیش طرفه. ببینم راستی این آمنه کلفت تو هنوز داری یا نه؟ اختیار داری خانم. آمنه کیه؟ آمی جون. آمی جون دلم میخواد بیاییم ببینی چه قروفری داره. به جون عزیزتون از همین سفر که آمده یک چمدون پر کفش و لباس اینا براش آوردم و
تازه خانم بردش پسند نمی کنه و نمی پوشه. باید تشریف بیاریم ببینین چه خوشگل شده. پرده بالا و سر سینه‌ای به هم زده. با اومدن سالواتوره بهتره که اینو جوابش کنی. همچین خوبیت نداره تو این خونه بمونه. منظور منو که میفهمی چی میگم. بله ولی مگه میر خانم تا حالا 40-50 تا شعار براش پیدا شد اصلا اعتنا نمیکنه. واو شما میخواد اون بالا بالا ها دست بندازه. خیلی مزهت خوب شده. حالا دیگه بیکود اتاق خانم میری؟ نه بابا جون اینطوری که نمیتونم برم اتاق خانم. کتم رو گذاشتم تو راه رو. هر وقت میخوام برم تو اتاق کتم رو میبوشم میرم، بعد میخوام بیام پیش تو کتم رو در میارم. آها ببینم خانم مفخم خیلی حواطه داره. خودم هم رش بده سفارش رو به من میکرد. نمیدونم چیکار کردی. ببینم امروز چه خبره؟ این دوتو با هم خیلی جذب و جفت شدن. برنامه چیه؟ یعنی تو نمیدونی؟ نه جونه تو عروسیه قربون عروسیه. طرف ما داره به یه مردی که ایتالیایی شعر میکنه. یه چیزایی بو برده به قول معروف سر بیری و مرکه گیری. ای حبیب نابلا عروس ما بچه ساله سر شهر خوابش میاد. یار مبارک بودش شدا مبارک بادا. یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا. ویسکی میخوری برات بیارم؟ نه بابا خانوم خوشش نمیاد. جهنم که خوشش نمیاد. اینا از خیلی چیزا خوششون نمیاد. شنونده باید عاقل باشه. آره بله درسته. اصلا حب این ویسیای بوت 300 تومن خمارشکن نباشه که مهمونای درب و داغون اینا حرومش کنن. آقای 93 بزن بزن که اگه نزنی اینا میزننت. به جون خوده من که این ویسیار میبینی همشو میخورم و نصفشو آب میریزم نمیفهمم. نه خودم میخورم صفای خودم و عشقه. بخور. اصلا تو چه چه؟ تو چرا عزا گرفتی؟ به تو چه مربوطه؟ شوهر میکنه به جهنم که شوهر میکنه. این سنم نشد هزار تا یا سنم. بخور بخور فکرشو نکن. بیام نه ببینم ناغلا تو چه راسته اون یارو کلفت آمنه رو تو خونه داری؟ اولا دهنت آب بکش آمنه نیست و آمی جونه. آمی جون زانی هم خانم میشه با اون حرف زد. چرا؟ اون بشی بیشه دلیل میگه مریجه خانم. لابد ببین چه اتنگوتنگی داره. لابد خانم نازش رو میخره دیگه. اینجوری نیست. آره بزه واسه ماسه خیارم بیارم. بعد بیا بعد بیا ماسه خیار درست کردم با ویسکی بخور فکرش هم نکن. قربون تو موسیا. موسیو از چه قرار صاحب ارباب خارجی بشی؟ کن بابا خوشت میام. بس بزن میزنیم به سلامتی خودمون صفای خودمون رو اشکر. بزن برو بالا نچست سلامتی. مترجم چیه؟ پس 93 چی کار هست؟ 5-6 تا زبون خارجی میدونه. ایتالیایی هم بلده؟ ایوا پس چی؟ به اینجوریش نگاه نکن تمام عالم رو زیر پا گذاشته. اصلا فکر کنم چند سالی تو ایتالیا زندگی کرده. جا نمیخواد به این کارا دخالت کنی. ما خودمون ترتیب رفتن به فرودگاه و استقبال سالواتوره رو میدیم. خدا عمرتون بده. من نمیدونم محبت شما رو چجوری جبران کنم. خب دیگه با اجازتون اون از خدمتتون مرخص میشم. مرخص بشم چیه؟ به خدا اگه بذارم من اینجا تکون بخوری. کجا می؟ وقتی که نمیبینم تا این گنگش دارم با پس هر پر این متشکرم. بخیر نمیخوام مزاحمتون بشم. مزاحم بشم چیه؟ منم تنها هم اینجا میشینیم با هم گپ میزنیم. بکش محرم محرم بشینم. بله خانم. چی داشتی زهرمار میکردی؟ هیچی خانم به جون عرضیستون هیچی. چی میخوردی؟ هیچی گفتم هیچی نمیخوردم. آره از یقه کتت هم پیداست. هیچی نمیخوردی. خیلی خوب به این حبیب راننده خانم هم بر زمان بگو خانم امشب تشریف نمیارن. اینجا میمونن ماشین رو ورداره ببره خونه. چشمان بهشون میگن. آقا محرم لطفا به حبیب بگین که فردا صبح اول وقت ماشین ببر سرویس که برای دو روز دیگه که میخوایم بریم فرودگاه کاملا آمادش کنه. چشم خانم بهشون میگم. متشکرم. دیگه عواملی با بنده نداریم. بله خدا حافظ.
عرب فروشی چی؟ اون چی میگفت؟ اونم خون به دل بود آقا. میگفت 6 ماه تمام هر که اومده اینجا عرق و شیردون خورد، قاطبه گفت بذار به حساب من. تا اینکه یه شب جمعه قیبه ای زده که الان 2 ماه پیداش نیست. سراغ رفقای دیگرش هم رفتیم آقا، هیچ کدوم ازش خبر ندارن. اصلا منکر بودن آقا، میگفتم ما یه همچه آدمی رو نمیشناسیم، مثل اینکه آرش میاد بگم ما با این آدم یه مدتی بده بتسون داشتیم. بله. شاید آدرس رو عوضی رفتیم. نه خیلی قربان، اول تحقیق بعد سراغشون. یکیشون قبل از اینکه ساختمون کردن توی زمینای خارج از محدوده آزاد بشه مثل جن خبردار شده و مهد و 500 کلی زمین خریده کلان افتاده تو بورس، یارو هم داره عرش و سیاحت میکنه. اون که اصلا میگم من قاطبه رو نه میدیدم نه میشناختم نه میبینم نه میشناسم. یکی دیگه ازشون هم آقا به بهانه اینکه اهل عرفان و درویشه منقله گذاشته اون وسط و آتیشای گل انداخته، مرتب شعر بندتون مونی میخونه و فلوت میزنه. به من بفرمادن کپی یه بس بدم. گفتم جمع کن آقا ما اهلش نیستیم. خب دیگه چی؟ سراغ یکی دیگه شون هم رفتیم. اون که دیگه خیلی بگیر و ببنداش، باید دهن 5-6 منشی خوشگله میدیدی تا چشمت به جمال و ترکیب آقا روشن بشه. چی کاره بود؟ یه مؤسسه بزرگ داشت، مؤسسه آرایش و زیبایی سگ. سگ؟ بله سگ. 70 تا آدم شیکوپیک سگ به بغل نمره به دست تو صف وایساده بودن، میخواستن سگاشون رو بزک کنن و فر بزنن. چه سگایی؟ اگه چه من آدم به این شکم سید. خب اون چی گفت؟ اون که آقای جمله میگفت 6 تا من توش بود. میگفت این قاطبه یه مدتی برای من توی مؤسسه من کار تحصیل داری میکرد، من ازش راضی نبودم دادم از مؤسسه من بیرونش کرد. فقط آقا یه نفر که قاطبه رو میشناخته جمعه گذشته اونو تو سینما تاوان لاله‌دار دیده. خب آره اونو دیده که یه پاکت بزرگ تو خوشاپولی دستش بوده و نشسته ای تخمه شکسته و 3 تا فیلم یه جا دیده. بعد چیکار کرده؟ خب پس باشه رفته دیگه. کجا رفته؟ لابد رفته دنبال عشقه. همین؟ بله. خاک بر سرت کن واقعا. تمام نتیجه تحقیقات شما دو نفر این بوده که قاطبه رو دیدن یه پاکت بزرگ تخم ژاپنی دستش بوده، رفته تو سینما 3 تا فیلم رو تماشا کرده بعدم پاشو گرم. خب 3 تا فیلم بیشتر نشون نمیدن آقا دیگه. خدا شاهد آقا واسه پیدا کردن این مرد انقدر این در اون در زدیم که ماشین پلاتین چسبوند. بله حالا بگذاریم از اینکه خودمون چند دفعه جوش آوردیم آقا. این حرفایی که میزنید به سه کلسومن است. اگر قاطبه تا فردا صبح صحیح و سالم تو این دفتر رو اون صندلی نشسته باشه حساب جفتتون پاکه. مرخصی. ولی قربان ماشین تعمیرگاهست. خاک بر سرت کنه واقعا که. برو ماشین قهوه یه رو ببر سویچش تو اتاق رو میزه برید بردن برید. چشم کن با اجازه. سب کنیم. آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. آقای قاطبه بردنه جایزه ممتاز 1000 عدد قابلمه شده. خب زمان حالا که لقمه رو گرفتم گذاشتم تو دهنتون، ارزه داشته باشید راحت گردش بدید. شرکت پتوشوی پیف. پیف؟ پیف؟ مرخصی. پیف. پیف.
سیمان قدسی جون شخص بنده اونجا خوابیده بود تو فلک دارد گریه میکنند شخص بنده اومدم راست گفتی گوشش درد میکنند تو فلک خفه مرتیکه عرقی حق باز جون اون قبری که داری روش گریه میکنی به چه توش نیست مرده توش نیست پدر سخته به چه سری شب تا اینجا ولی دل خود خوابیده است بیدار میشه در ابرا انداخته نصف شری پدر سخته این چه وقت اومدنه حقیقت میفرمای قدسی جون نه تو بمیری حقیقت نیست آخه تو کی میخوای آدم شی پدر سخته کی مثل یادم بگو کار داشتم کی رفته بودم به جسی خودی رفته بودم به پدر سختگی این جخونت بازی ها چه سر میادی پدر سخته شخص تو نه خدا به سرشدت ببین خود سیزون خدا به سرشدت شخص من اونجا خوبیده بودم نه اینکه با گریه بچه نوگهان از خوب پریدم نه فهمیدم که بچه اینجا صدای گریهش میاد یا اینجا یا اونجاست یا اینجا اینجا نیست اون قصه جان یواش بیا این ور بیا برو ببین کفه مرگه ده بذار پدر سخته نصف شبی حالشو داره یه تفت طول دور از ایخ بذار بندی میکنه آکنه بگیری ایشالله سخته راهی خواب به خواب بری خبه پیاز که نخوردی خوردی برو ببین بچم وقتی زاد ای اوخ جایزه ممتاز اوخ پول فراوان اوخ عرق کشمش با مستخیار بورانی و شیرتان اوی رقص خارجی قربانت بروهم ای اوخ روزی و مارگریت در حال رنگ خاتمه عرق به دست های بودی جان پیزه کافه بیشتر بده قربانت برومم پیزه کافه مارگریت تونتر برومونه تونتر بلد بره قاتمه جان سلامتی کس از دم بودی پیزه کافه تو برام بگیری آی وای قربونت سوزی جان قربونت برم سوزی بیا جلو خودتو خسته نکن قربونت برم بیا سوزی جان قربونت مارگریت شما بیا رو بالکن قربانت بیا رو بالکن بیا رو بالکن اول مارگریت عرق به دست قطبه دوم قطبه عرق نوش جون بکند سوم سوزی مستخیار بذارد در قطبه بعد از اون قطبه دوم قطبه عرق نوش جون بکند سوم سوزی مستخیار بذارد در قطبه بعد از اون اول سوزی عرق دارم قربانت بینن زرگی تفاقی دارم برواد سنل مریده این خرم میرم تو برای جان خشم و بیانم مرا تو خواست بنام جان اوه جان اوه جان یا
یک موچی بفرست قربانم مرگرید بشین قربانت برم مرگرید جان مرگرید اوی مرگرید جان کنی جان، فقط داری گوش خلچیت میدن
یا پولی اینا رو همین الان به من بده یا همین الان ها خدام ها اینا ها اینا ها بس پولیش رو به من بده یا بولو بده بگذار سرجم یه قلم روی هم رفته در بس چقدر طبق بود؟ 145,000 تومان چقدر؟ 145,000 تومان فقط ده پول عرب و کتوش و مستخی ها رو نفر لوتی ها نمیشن بزن من من فرمان رو به موقع منظور شخص بنده این است که این پول ها قابلی ندارد خودتون قابل دارید آقای قاسمی تو پول بنده رو اعتصاد بفرمایید سرکار به خیر و ما رو به سلامت مزایده میزن دنبال مزایده میزن آقای بعضی ها چقدر نوکورن چقدر این پول ها به نظرشان پول میآید نکبت ها مثل شخص بنده این شما میزن که نمیدونم بسیار تو این یه سالی که ما کاسبه رو ندیدیم موندش خیلی بالا رفته و نظرش خیلی بلند شده خواهش دارم بلند شدن از خود شما خواهش دارم منم عصبانی نخواهیم رضاقم که با مش میزنم تو دهنت که تمام دندونات بریزه تو گلو اولا شخص شما شکر زیادی میل میکنی قند زیادی میشکنی چنین کاری بکنی سونی هم شخص الان فکر میکنم اگر شما این کارو بکنی الان دو ها این خورده بسیار دارم دیرش نورا درستا شخص بنده ارو با تو دستم عرق و مستخی هم میخوردی نورا درست اونجا رو نگیم شما سگه میفهمید ولی معمولا اگر اونها برستن کردی میرستن ها پس من که نمی کار کرد ها هست به هم داره یا 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 من دارم مثل بچه آدم باید صحبت میکنم میگم یا پولی اینا رو بده یا برو زندان شما این رو از اول میگفتی شخص منده پونزد دارد این چیزهای دست گیرنش بر یا باید پول بکن یا بر من زندون هر سان پول و پول آره مخملم اینجا سلام میرسونه نه بابا طفلکی پریشما پولنج کرده بود حالا حال نداره بله سلامت میشین گوش کن ستا جون گوشت با منه میگم یه دونه افخون بسیار بسیار عالی برای دست پا کردم چی؟ ول کن بابا ما از شفت غروب اینجا از دست خوانندگان روز روزگار نداریم همین رفیقت چیه؟ همین رفیقت دیگه هم ریشت هم ماجیات آره همین ماجیات پیروز به من تلفن کرد گفت مونشون ما از مازندران بلند شدیم اومدیم تو این شهر قریبیم یه کاری یه چیزی برای ما درست بکن پول بلدی دست بالمون نیست خلاصه من ردش کردم میدونی چرا؟ برای اینکه بین ایشون و آقای فاطمه یه خود شکرابه منم سنگ غلابش کردم آره ببین ساعتا جون قربونت برم بیا برو این مجلسه رو یه چهار تا آهنگ همینطوری چشم بسته کارشو بکن حال قضیه رو بکن چون که عادت داری چشم بسته آواز بخونی آره دیگه چی؟ بابا ویلکم ساعتا جون ما تو رو بزرگت کردیم ما تو رو به دانشگاه برسوندیم ما تو رو به ریش رسوندیم آره دیگه چی؟ داماد کارمانش خوبه اینا ها محلت من نشسته کت مخملی پیرن چاخونه تو کار رو بشتاز بفروشیه کار جمعینه بله دیگه قصد آمه خودت سلیگه میشه بگم 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 بله دیگ
خانوم خیالتون راحت باشه، آقای قاطبه هر جا باشن تا زور بالاخره پیداشون میشه. من دیشب خونه نیومده. نه دیشب دیر و خونه خونه بس. اما دمش تو زدن رو بردن. چی؟ زدن رو بردن؟ چی زد؟ چی برد؟ به بعد وقتی اینجاست که نمیدونم چی زد چی برد. من رو از خواب وقت دادم دیدم که دو تا رنده بود اومدن تو اتاق آسوه رنده خونش نسبه دارن میبرنه. منو میگی نمیدونستم چه خاکی رو سرم بزن به همین شادگی زدن و بردن. بله نمیدونم حالا چه خاکی به سارم دیریزم. وقتی از خواب وقتی زدم خواستم داد و بیداد بکنم هم سرار صدا کنم. اوی خدا اون سیز نمونه دوتا لنده هور این هودی این هودی به دوشا ناراحت نشد سوهرم رو برداشتن و بردن. نیستی درم ایس پشت خوف کرده بودن نتونستم هم سرار خبر بکنم. فهمیدم فهمیدم خارجی خارجی دست خارجی تو کاره کار کار خارجی هست. خارجی؟ کار خارجی؟ ببینی خانم این لامشتبه تو این مملکت یه مغز درشت حسابی نمیتونم ببینم. همه این مغزه رو میخوام بالا بکشم. مگه نشدی؟ میگن فرار مغز ها فرار مغز ها. قاسمه خودش همیشه به من میگفت که اینا به من پیشنهاد میکنن من برم اونجا نمایندشون میشم. منم نصیحتش کردم اما به حرفم گوش نکرد. گفتم برو برو یه مدتی اونجا نماینده قاطبه اهالی محل اونجا بشو شاید به نفر کار جلو بگیری. گوش نکرد کار دستش داد. این کله کار دستش داد آخرش کار نداد. حالا تو میگی من چی کار بکنم؟ کجا بجورمش؟ کجا فراغ شاوی گیرم؟ بلا خانم جان خانم جان تو هم جاری نکن نبیشه خواهی بگم جان یه جاری نکن خورم نکنم تو سخته تو خودت به قلقات به سوک رو تانشی اجازه بده اجازه بده اجازه بده تا اونجایی که من خبر دارم والا من تو سیاست اون دوشی داری دفتام دراج بکنم ببخشون خانم تا اونجایی که من میدونم دیشب در شهر تو این کافه عبدال همینجا سر پیش این خیابون سر خیابون؟ بله نشستم اون شفا میکرد. شما بهتره یه سری اونجا بزنید یه سراغی ازش بگیرید. برم ببینم چه خواهی بزنم. نه ترشم حوال بانگارا داشته باید چیزی ندارم از این شهر. نه خواهی خاطر جان باشید گریه نکن خانم جون گریه نکن. آقا نه آقای ستار یه سطح گوشی به دست منتظره منده ترا باید منتظر من باشن. اهه ستار جون ستار جون حال خوبه درخشینا. ببین ستار جون راستی از آقای قاطبه خبری نداری؟ اه تو هم نمیدونی چطور شده؟ والا ما یه چیزایی شنیدم راجب آقای قاطبه اما نمیدونم چی شده. برها قربونت برم این مجلس افخونونو یه بار کارشی تمام بکن. قربونتو قربونت. خب تشو میگه جناب سروان به مولا دروغ میگن اینا ده نفر بودن. اگه خودش تنهایی بود از سه تو فرد میکردن. جناب سروان خودت خوشی به این روز انداخت. آخه تو آره ما ده نفر بودن. عبدالله بیا سلام قاضی دست اینا بیرون باشن. اینا بس کانون یلا بیرون 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 آقا بیرون مردمان تو هم بهتره گوش کنی. آقا من تو کار این بانگاه های شادمانی از این چیزا زیاد پیش میاد. اصلا شاید اشتباه شده باشه. اشتباه؟ اشتباه که جناب سروان این دختره شبیه همه کس همه چیز میخوند غیر از خانم گوگوش. به هر حال هر چی بوده تموم شده رفته پی کارش. خواننده خواننده است عزیز من. حالا شاه ماهی نباشه کپور باشه و همین بدبخت اومده برای شما زحمت کشیده هفتش دفعه آواز خونده مهموناتون رو سرگرم کرده بگذاریم ای مادرش به عبراش بشینه با این آواز خوندنش. باور کنی جناب سروان این صدا مرده رو تو قلبی لرزون. کاش بودین رو میدیدین که وقتی که این دهنش رو باز کرد چه افتضایی به پا شد. پس چرا برای چی؟ به جناب سروان واسه اینکه همه مهمونا منتظر خانم گوگوش بودن. ما پیش همه مهمونا فرض داده بودیم که واسه قهر برونی امروز از خانم گوگوش ما پیش همه نمونا فرض داده بودیم که واسه بعد برون امروز از خانم گوگوش دعوت کردیم. اول همه که خود عروس دراز دراز قش کرد
بعدش من خودم یکی سرنگ رو بستم واسه اینکه جناب سروان اگه میموندن حسابی حالم رو جا میبردن. یعنی چه آخه من که شما بدهکار بودین یا ضمانت داده بودین که حتما گوگوش باید بیاد تو عروسی بخونه؟ بله قربان، یکی از شرایط عروسی همین آواز خوندن خانم گوگوش بود. تو بله برو معلوم شده بود؟ بله قربان. بله جناب سروان. بس 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 چه شرایط؟ در حال به نظر من بهتر بود قبل از اینکه بیان اینجا میرفتین اون بنگاه سازمانی یه طوری پولتون رو پس میگرفتین. اولا جناب سروان با پس گرفتن پول ما که آبرو حیثیتمون پس گرفته نمیشد. بهش میتونم بله قربان. از اون گذشته باور کنین همین دیروز گذشته من رفتم دفتر آقای واسبه. اولا به هیچ صلاحی مستقیم نبود، اصلا به طور کلی منکر قضیه شده بود. گفت آقا اصلا من تو رو نمیشستم، پول کدومه، گوگوش کیه، عروسی کدومه، اصلا منکر شده بود جان سر با. یعنی که آخه مگه شما نوشته ای قراردادی دستخطی چیزی ندارین؟ نه خیلی جان سر با. یعنی میخواستم رسیده 11,000 تومان بگیرم یهو دیدیم به آقا برخورد سرخ و سفید شد. من به خاطر اینکه آقای قاسبه ناراحت نشه گفتیم چشم قربان هرچی شما بفرمایید آقای قاسبه قبول میکنیم. جهنم. به هر حال اینجا دیگه تقصیر خودت، آدم به همه کس اطمینان نمیکنه. آدم تو این دور و زمونه پول بی زبونشا بدون سند و مدرک نمیده دست یه همچی آدمهای زبون داری. جناب سروان دستم به دامنت، حالا شما میگی من چیکار کنم؟ هر کاری که شما بگی من همون کارو میکنم. به قولم والله من نمیدونم چی بگم. بدون سند و مدرک از لحاظ قانونی کارش نمیشه کرد. ببینم شاهد نداری؟ شاهد والا جناب سروان اون روز چند نفری تو بنگاه نشسته بودن ولی به جون مادرم من هیچ کدومشون نمیشستم. فایده نداره. خب فعلا هردار یه چیزی یه شکایتی از دست قاطبه بنویس تا ما هم مأمور بفرستیم اینو بگیرن بیارن اینجا ببینیم چه کار میکنه. چطور بود؟ 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 چطور خانم جون آخه ما باید بفهمیم موضوع چیه؟ شما با این داد و بیدادتون نه کار خودتون درست میشه نه میذارین ما به کارمون برسیم. دزدیدنش جناب سرما جلو چشای خودم دزدیدنش. چی را دزدیدن خانم؟ چوری ناظرینم و دزدیدنش. خودش میگو که خارجی ها دست سرم برمیگی دارن آخرش نازی برو میکنن. ببینید خانم جون تا نشینید رو اون صندلی و جریان را برای ما تعریف نکنید فایده نداره. ول مطلی چرا خانم ما باید بفهمیم ببینیم چه اتفاقی افتاده و شما از دست کی آرز هستیم یا نه. دستی همشون از دست آرز هست. دستی همشون جناب. آخه این همشون کی هست؟ خارجی ها بازون خارجی ها مدتی بود پرسای شورم شده بودن و برای شمس دیده بودن. خانم عزیز شما بفرمایید بگید ببینم در روز 500 تا آدم میاد اینجا از صبح تا غروب. اگر هم قرار باشه همتون گریه و زاری بکنن و داد و بیداد بکنن ما مجبوریم همش حرص بخوریم و دست رو دست بذاریم. شما بفرمایید روی این صندلی بنشینید جریان از اول برای من تعریف کنید بگید ببینم شوهرتون کیه چه کار است چه کار کرده تا من ببینم چه کار میتونم بکنم. دست من که حرفی ندارم اما برام مثل روز روش همیست که کار کاری اونا این شوهری باید بسا بید به من میگفت و من باور نمیدارم بازم میگه کار کار اوناست. خانم بشین روی زنده این خارجی ها من که کار هرچی دارم جناب سرما. خیلی خوب کجا هستو با من که دارم هرچی دارم اما سوارم حرف میکنی دیگه. خیلی خوب حالا جریان از اول تا به آخر برای من تعریف کن ببینم چی بوده. جریانی نیست جناب سروان اول و آخری نداره. میشه توی یادا توی رفت خواب زیر یه سخ دور اینجوری که بابا شورم خوابیده بودم که دمدمای صبح دیدم سه تا دو تا سیاه پوشی لندهوری بودی بیا
اومدم یه جیغی بیغی سریع صدایی در هم سیار قرار بکنم اینو جن می بسوزه آن درمش پشت بسته بودم به همین سادگی خانم ها به همین سادگی خیلی خوب ببینم شما خودتون به کسی شکتون نمیره خارجی کار کاری خارجی هست چون جناب تربا مدتی بود که منتظر بودن شوهری منو بدوزن آبه برن بکنن نماینده احالی محترمی خاطبه خودتون به بعد شما میدونین شوهری ناظرین و جناب تربا چه معلومات و جمالاتی داشت از نطق و بیانش که چی برا دون بگم نطق و بیان شما معلومه که اون چه نطق و بیانی داشته فقط بفرمایید ببینم شغل شوهر شما چی بود شغل شوهرتون چی بود شغلش اولش اداره جاتی بود بعد این بس براش موش دوندن و توسه اومدن منتظر خدمتش کردن بعد این آخه سریا بخواهیم بینیمیسید این آقا؟ بله خب بینیمیسید بعد این آقا سریا یه بنگا شادمانی ما کرده بود همه جور کاری مردم رو تو این بنگا را میداخت همه جور عروسی باشه دو خیلی دو فروش باشه دو هر کاری باشه اگه شما هم یه رفت سلو برسه تو خواستی عروسی بگیرین مطرم از اینجا براتون میرفستن شما پیداش بکنی شوهرم و آبادم اینجا شما بدونین برای پول کار نمیکنه دا شوهری من مردی رضایی خدا فقط کاری مردم را میداخت ببینم اسم شوهر شما آقای قاسبه نیست؟ چرا قربون؟ چرا خودش؟ آشما خبری ازش داری پیداش کردی؟ طوری شده؟ نه خیلی خانم پیداش نکردیم ولی خیلی خبر ازش شده چه خبری؟ تا حالا هفتش فقره شکایت ازش شده هر وقت هم مأمور فرستادیم دنبالش فورا خودش قایم کرده این آقایی هم که پیش از پای شما اینجا بود ازش شکایت کرده دروغ میگم جناب سرمان به دنیا عزیزی دروغ میگم ازش هیچ کس کش نبرید شوهری منو ببینه باش دشمنم به هر حال خانم من لازمه بهتون بگم که شوهر شما را ندزدیدم بلکه شوهر شما از طرف طلبکارا و شاکیا خودش را دزدیده برده توی یه سوراخ سنبه ای قایم کرد این چه حرفیه جناب سرمان گرفت و در موری خودم دزدیدم داد نزن خانم داد نزن که یعنی که اینقدر میزنم که جد آقا رو بیار جلو چشمه یا پول منو میدی یا میری بلو من که مجدن با تا عربی هست میزنم بلیفر عربی هم هست بزنی آقا مگر شخمده عربیم کم تک میدم امتی کم منم هندی جمیل القد و الفکری شخمده یک عمر مشتری کوفر رستوران هایی بودن که بانوان نودیا و جمیله دمیدو ترقص عربی می نمودن همچین چیزی نیست آقا عربی شخمده کل نفسن دولغتن رو سیده سیمت سوده قاتبه یه کاری نکنیم که بگم اسی ایدی در تو کوز صدا می کنم اسی و ایدی در این مورد شکر میل می کنم برای اینکه اگر دک و پوز شفمنده رو داغون کنن انگار دک و پوز خانه مبخم رو داغون کردن دک و پوز ما هم چیز یاده بابا غیرش کنیم حق داره شما میخواید با زور و کتککاری این بیچاره رو به حرف بیارید اونم لج میکنه بنده خدا نمیگه بنده خدا تهمت بفرمایید ببین عزیز من فاطمه 93 هفته حسابش اینه که از تو مبلغ 145,000 تومان طلب داره خب حرف موضوع الان ما این چک و سفته ها تو گوش بشه یا باید پولشو بدی عزیز من یا باید بری زندون خلاصه میدهم خانم میدهم هر دیگه میدهم میدهم خیلی خوبه تن کرده به من ببین در جن یک قلم در بر رفت و حسینی دست میدور خانم چقدر خلاص مگه مقدس معیوبه من مگه صد دفعه بهت نگفتم 145 هزار تومان یا بده یا بده نزول هست چقدر نزول نمیخواد بدید تا اصلشو بده نزولش مال تو قاچ زینو بچه اصل و اونی پیش بده نزولش رو باید تا آخرین سوهی خیلی نزولش هم بده 150 هزار تومان بده کمه خونه چه موقع قول بده بابت 145 هزار تومان 5 هزار تومان نزول کمه تعارف نکن نوت جون تعارف نکن من و شما ندارد تا
آخرین دینار حساب کن. مقید نبود. هر چی دلت میخواد خودت حساب کن بده من. آره. خودت شرط مده حساب بکنم. قبول دارم. وکیلم. وکیل. خب بزرگ مدرین با عدمی با هم صحبت کنیم صد افتاد از دستان بل من بارم فیل مزد؟ همین الان نه فیل مزد نقدر خط بکنیم قلم خودی تلا دارید بده بیرون برای چی میخواید؟ کار دارم خود دلیست میخواید چی بنویسی؟ کار دارم گفتم چی میخواید بنویسی؟ میخواهم یک فقرچک 170,000 تومانی نقد بدهم خدمتون که اینقدر خود رو واسطه مجاز نکنم حالا مرزه فرمیدی خانم؟ ها هم هی بگید باش نیست بچه آدم رفتار کن و تو سرش ندار ببن بینیشون ای مادرم داری همون مالم شد منده الان 2 دقیقه پیش جوانی 5,000 من انعام دارم خدمت شما نادر تو را بگیرینش آقا الان نمیدهم 160,000 من بیشتر نمیدهم انعام چون اقراری نیست مثل کامل هم بگیرم خدا رو خوش نمیدهم انعام نمیدهم برو برای همین رو تمام پول شما رو با نزولش داده اگه تو میدار کمتر حرکتش کنیم ما دیدی آقا انگشت نانخامهی دهان حرکتی گذاشتیم انگشت ما رو گل گرفت بابا مرد حسابی دارم میگویم یک فقرچک این هم دستگل تردی مزورت میکنم تربیت خانواده این ندارم این دستگل رو ببرد بذار سر قبر انبار آقا درد بلای امواز شخص بنده بخورد به میان ملاجع انبار شما نادر زدم امالا از من انبار به زبان بیاورین نادر زدم امالا چرا به امواز رو زنی بدم بزیده ای خواهد مویده من میدیم امواز رو زنی بدم بزیده نام مادر مرزم رو میآوری این عدالت سر دردای قاتبه یا پول من بده یا برو زندان میفهمی؟ میتم آقا یا خیلی همه تصمیم میدید میتم آقا بعد چک ازت قبول نمی کنم برای چون خونده چی دسته پشتن آخه چیه که توی شهر بیا چک داره بگیری به من پول بده بعد افتاد دارت رو بگیری 13,000 تومانی به من بده والا چه میدونم تو این دور زمونه اینقدر این بانک ها چک دادن دست این یکی و اونیکی که تا اسم چک میاد 4 سوزن بدن آدم میلرد بله این درست است برای این که ما اصولا چک داریم تو چک بعد آخه قاطبی هم به چه خودشو میدن ما اصولا چک داریم تو چک خودت بیهود شد قرد شد اما آقام دستش سنگینه ها دست دست بره به زیر درخت که اصلا خوش داده حالا که ما با این مرد کار داریم باید اینجوری بزنیم که قش کنه قاتل با جرمینم قاتل کن قاتل عزیزم قاتل بلا بگیری قاتله تو اگه قصد بکیشی چی میشی؟ ما پس باورم اون کنیم یاره اگر فیلمی هست خب حالا بفرمایید ببینم تکلیف من با این آقا چی؟ تکلیف شما روشن از تو بود این چک 170,000 تومانی رو بگیرید که این جمعه عیدی هم شما به پولتون برسید هم شخص بنده به کار زندگی و زن بچه مرد حسابی اگر تو یه نفر پیدا کردی که این چیچه 170,000 تومانی تو رو 13,000 قرونی به من بده من بازم این شرعیه آزارم 1,000 تومانی رو کنم نه بعد
من فکر میکنم این کار یک راه دیگری هم داره. من فکر میکنم که اگر قاطب اون کاری رو که تو میخوای برای تو انجام بده، تو هم چک و تخته هاشو بده بهش، این دم عیدی بره دنبال کار زندگیش. آره، یعنی فکر میکنی قاطبه میتونی کار انجام بده؟ آره، من قول میدم، من ضمانتشو میکنم. قول اون ضمانت شما، قول دندان کرسی شما برو من باشه. این چی بهتر قاطبه جون؟ حالا ببینم، این کار چه نوع کاری؟ آقا زوده گوش کن، تو باید تو زندگی نقش یکی دیگر بازی کن. بازی کنم؟ یعنی یه عشق بازی کنیم، پخمو سلیمانی رو بخونم، چوبی برخصم، خود قضیه رو بکنم به وقت کارم. نه پخمو سلیمانی، نه چوبی، یه نقش دیگر. فهمیدم آقا، فهمیدم فیلم فرسی، ای او شخص بنده کرومت مری، کفر رستوران، رقص عربی، عرق کشمش، شخص بنده عصبانی، خدا فیلم فارسی که دیگه مدتی دکونش تخته شده. فهمیدم از این تئاتروی جرف سوپر هشت مدر از این ها باید بازی کنم، از این هایی که یواش رو میرن و قویم جیخ میکشن اینجوری ها. نه، اینجا از این کارام نیست، یک نقش دیگه. پس بفرمایید تئاتر کار مونس خودمون از مرتب جای دوست و دشمن را پشت بر هم نشون بدید. نه، هنوز کارمون به اونجا نرسید. اصلا تئاتر نیست، تو باید جای یک نفر آدم واقعی بازی کنی. باشد، خودم بازی میکنم، شخص و لعبه رو بازی کم بود، یک نداره. همه بدن بازی موجود فرستید نگرانم. بازی خارجی، بازی سنتی، بازی باب فستیوال، بازی پیتر بروکی، بازی مفتکی، بازی با پول دستی، بازی روش کن قاتله، هیچ کدوم اینا نیست. نه پول دستی، نه مفتکی، نه فیلم، نه سینما، نه هیچ کدوم. تو زندگی معمولی، همین زندگی معمولی خودت، تو باید به جان یک نفر دیگه نقش رو بازی کنی. رول رو بازی کنی. این بستگی به اون یک نفر داره. شما بفرمایید اگر سر یک سوزنی به اندازه پشت یک ناخن این شخص جفت باشد، شخص بنده مطلقا نقش رو بازی نمی کنی. نه، شخص بنده با جفت مخالفه. و این ناز اینه هم خودته، مثل یک پیازی هستیم که از وسط دونست شده. منتها تو ایرونی هستی، اون خارجیه. آره جونه، خارجی باشد، اونم خارجی باشد، چرا اینقدر خارجی به رخمو میکشی؟ مگر زمان خارجی شخص بنده کم تکمیل است؟ گفتگو گوینگ بوینگ ام ستینگ شورت دور اوپند ویندو دیس ایز تیبل تیتر ایز ویری گود من. این گفتگو، این گفتگو آو جوانی آقای قاتبه، خوندن نوشتن گوش کن، چون که تو بر نقششو بازی کنی انگلیسی نیست، ایتالیایی. باشد آقا، شخص بنده طرفدار تعریض نژادی که نیستم که انگلیسی باشد، ایتالیایی باشد، فرانسه. حالا گوش به من بده. بله، اگر تو بتونی مو به مو دست راست من اجرا کنی، منم قول بهت میدم رضایت رو فراهم کنم. قول میدهم نود عزیز، قول میدهم نود سه عزیز، قول میدهم قول با قاف دو نقطه خدا قدش باید. اما حالا بیا و من باب به آنه یک فقر از این چک ها رو بده، ما همینجا یواشکی بخور. من به تو قول میدهم بعد از این که کارت انجام دادی همه رو بهت بدم که گوش بدی برسن. خیلی خوب، حالا بریم سر اصل موضوع.
ای زنده بلای اون شخص شما گفت درست بخوره سوخی کشم دیدی که من خواست شدم خانم دیدی که بلای کار خودم رو به شامومه خانم با این داد و بیداد و سر و صدای زیادی جز این که خودتون رو ناراحت کنین و اعصاب ما رو خراب بکنین هیچ نتیجه نمیگیرین تنها راهش همونه که گفتم تشریف میبریم منزل یکی از آخرین عکسای اونا میاریم میدیم به ما میدیم به مامورینمون اونا تکثیر میکنن بعد میگردن شاید بتونن به زودی پیداش بکنن در ذهن خیالتون راحت باشه اون با این توابقی که داره هیچ طوریش نمیشه خودتون ناراحت نکنید خدا از دهنتون بشنو به جناب سروان از جوری من مرد نبود یعنی میخواین به نه جناب سروان مرد نبود یه چونگ تلا بود یه دست گلی محمدی بود شرفمندم خیلی خوشبختی آقای 93 دوست محترم من کشور باستانی ما خوش آمدید بسی سلوتار شرفمندم از اینکه آمدین و خیلی خوشحالین متشکرم خدایا این هرچی میگه من میفهمم بله بله اجازه بدید من خورده زبان خارجی باش صحبت کنم بسی سلوتار بله پر فوار گراسیان لغانت پیتزا رومی ونیزیا یس 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 گوینگ بوینگ اند سیتینگ شوت د دور اوپن د ویندو تیچر از وری گود مان دیس از تیبل خانم انور زمان جدن بهتون تبریک میگم بسی سلوتار میگه شدت علاقه ای که به شما داشته زبان فارسی رو زیر نظر چند تا معلم ایرانی در مدت کمی یاد گرفته البته هنوز لهجه داره خارجی جماعت خدای استعداده اگه استعداد نداشتن که نمیتونستن بمب اتم بسازن خواهش دارم تشکر از با سیاه شده من اول نشنختنه از اسکی برای برف هم مثل آفتاب آدم رو سیاه میکنه آقای 93 ازش لطفا میپرسین چرا انقدر لاغر شده میگن چرا انقدر لاغر شده خب شما هم در جواب بفرمایید که غذای بد خوردین و اسهال گرفتین و خانم انور زمان دیگه شدت علاقه ای که به شما داشته هر چی زودتر می‌خواسته بیاد ایران ولی کارهای تجارتی نذاشته این تو لاغه بله معاملاتین بفرمایید خوشتر از آورین و چمدان بردارین و بردین و گذاشتین و خوشتر از شما بفرمایید نه خوشتر از شما انور جان اینو تکه تکه بکن اون طرف اینو ای خدا اینو خیلی حال خوبه خوشتر اینو انور جان اینو شما خوب اینو خیلی معطل شدی دسته خدا خرج از سر کار کیا میگه کیا شلوغش نکن شلوغش نکن پرمنده زیر بغل آقای 93 است بفهمی؟ صدا در بیاد بیرون جیگرت میریزن تو در بی نفس بگرشه اومدی اینجا هم عشق کنی هم پتی پلای خانم هم بر زمانه برای کشی بفرم اومدی ما خودم اینجا بستی کنم بعد زم میگیریم بعد رو خرج میکنی بله بابا با این زمان آدمی زد من به شما خیال خود رو راحت بشین بگی بینم از
از اولش هم بهتر شد. حالا تام بذار بالاتر. چه خود گیر شده. خسته شدم جنون تقدس این یه زن جیگلو. آسیا سیگار میگار خارجی چی داری رفت کنی بینی؟ سیگاره جیگاره داشت بلکن بابا گدابازی در نیا خجالت بکش. این باز خجالت بکشه که تفشکر کرده پشت من اینجا خودشو ببنده. رفت کن بیا سیگارو آف نباشی آف نباشی جان آخه چه بوی در فداد جردی بیا بیا این که بکش. من نمیکشم مال خودم میکشم دارم. بابا بگی بکش همیشه شعبون یه لفم لبتون بزن یه لفم از اینو بابا به ماسته دیگه نام رو و بکش آخه سیگار میخواد بای جان فانده منو منم با اون روشن کن. بفرما ابی خان. آها قربونه تو چه خوشگله اسیل. بله خوشگله. رفت تو جیبت. بله باش سیگار بخوای. سیگار بخوای چه نفس عمیق بکش. الان های تهرون پاک داره این ماهی دودی میشی الان. آخه میگم اسی این گوگل ما تا چه واسه اینجا نگرش داریم. والا تا وقتی که آقا بگه خدا کنه تو تربیت ببرتش تکلیف ما روشن شه. بچونه تو از اون دلخوره من میترسن یهو بزنه لتو پارش کنه تو نمیری. بلش کن بابا بشن. یه نگاه بکنم این آواتی مواتی این دور برانی آقا همیشه تو آپارتموناش داره پیلی طلبه تو نمیری. الان بیا بیا چه فلفل دار سیگارش. ویسکی جان ویسک جان لیوان را بگیر. لیوان چشمان بابا حالا خیلی خواهد بلش کن. لیوان بادا اونه ها اونه ها گیر شده بزر دمیمون نمان بیس بیس بح چطوری چطوری ویسکی میخواد بفرما. سلام سلامتی کشتینو عید درشتینو میخورم به سلامتی عروس و داماد و این وصلت فخنده و میمون. متشکرم. خوشتورم آقا خوشتورم مدرس میمون هفتاد کس شما بودید. چی میگه موسیه سالواتور بیخ گوشتون نبدسته شرفت که راجب میمون صحبت میکنی. بله گفتم راجب میمون صحبت میکرد. میشه سالواتور به من گفت در ایتالیا نزدیکای انتر میلان یه جای هست که از گوشت میمون غذای فوق العاده لذیذی درست. آه راست میگه راست میگه. اتفاقا تو این سفر اخیرم من یه همچه غذای خوردم. شما خوردیم خوردیم بابا رو فرمان اینقدر خوشمزه بود که آدم میخواست انگوشتاش رو بخوردیم. بله هم وقتم اینو اون غذا خیلی چربینو بودینو. سلام علیکم. آقا این شراب هست جلفینو شخص برده عرق کشمش دوست داشتیم. خره این شراب برده از بهترین شرابای فرانسه است. اگه اشتباه نکرده بشم سالی عرق میخواد. بله همینطوره. انور زمانی اینو شراب برده برده عرق کشمش اووردین و مستخیار و بورونی و شیردان بغل دستین و برای مزه اینو سالی جون اینجا که نداریم الان میگم برات بیارن. حبیب آمینه نخیر معلوم نیست کدوم گوری هستم الان خودم میرم برات میارم عزیزم. خوش دارین و تشکرین. مردشون شکم کارت خوردت رو ببرم با این حوس عرق و ماست و خیارت. کی؟ تو. ببین قاطبه اینجا دیگه پای آبرو حیثیت من در میاد. کی؟ بخوای از این اداها دراری جاب تو این شهر میدم ریشه تو بسوزونم. خوش تو تقصیر شخص بنده نبودن این نودین نودرست جرف
این 99 درست جرف تمام عورم از زیر میز مرتب لگد به پای شخص بنده زدین و با یک شخص ایتالیایی شوخی کردین و وگرنه شخص بنده دارم به خوبی خوب رول خود رو بازی کردین و نه خود شما بفهمید کدوم هنرپیشه دور دیده اسکار گرفته ای مانند شخص بنده میتونه رول خود رو به لهجه ایتالیایی بدون کوچکترین لحجه به زبان ایتالیایی صحبت کنه. خیلی آخری بزنه به اون لحجه. ساکت باش.